سیمرغ مرغی است افسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم، می توان دریافت که این مرغ مرغی است فراخ بال و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم، این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره‌ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سی مرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند.
برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند، به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران، رستاخیز سیمرغ. خب، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که بیننده یک رستاخیز سیمرغ دیگر در 26 مهر ماه 2578 شاهنشاهی هستید. امیدوارم ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امشب تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. جناب قاسمی، درود بر شما. درود بر شما جناب تمامو، درود به خسر به همه احمدتران عزیزان دوستان و کسایی که برنامه های رساخت سیمرغ رو دنبال میکنن. امیدوارم که دوستان توی اینستاگرام برنامه پخش بشه، اگر مشکلی بود برای جناب تمامو بنویسید و توی فیسبوک هم برنامه رو پخش بدم. و من فکر میکنم برنامه رو قطع کنید دوباره بگیرید. این بیلو لپ آمده نزدیک. آره، اینا اومدن و با این فرق نمیکنه، با این سیستم که میایید اون 10 بار هم قطع دست کنیم همین خواهد بود و قطع این از بین نخواهد رفت. همون قبلش هم عرض کردم این مطلبو. ولی نه، گفتم که با موبایل میایید تصویر دیگه فریز نمیشه، خیلی خوبه. خب خدمت رو عرض کنم دوستان، صدای من یا صدای آقای قاسمی؟ دوستان بنویسید صدای من خوب نیست یا صدای آقای قاسمی؟ اصلا صدای دستای شما داره بخشش خوب نیست، صدای من صدای شما خوب نیست. خب من اگه هندزفری بزنم سعید جان، بعد دوستان در اینستاگرام صحبت شما رو نمیشنون، نمیدونم چی کار کنم. مگر اینکه من از هندزفری در زمانی که خودم میخوام صحبت کنم استفاده کنم و در زمانی که شما صحبت میکنید من هندزفری رو خارج کنم. اجازه دارم شما صدا هندزفری بزن بزن من برمی دوبی کنم یا من میتونم اصلا هم برگم شما هندزفری بزن شما. دوباره جناب قاسمی میان روی خط اینستاگرام، از اون طرف شما برنامه رو خواهید دید. این برنامه رو حتما دوستان در اینستاگرام در دایرکت برای دوستانتون بفرستید. برنامه بسیار مهمیه در رابطه با این اتفاقات اخیر از زم گرفته تا بقیه داستانها، خیلی مهمه، باید بهش بپردازیم. دوستان در اینستاگرام فعلا من با شما خداحافظی میکنم تا دقایق دیگه که دوباره بیایم روی خط اینستاگرام. خب الان امیدوارم صدای من توی فیسبوک خوب شده باشه. عزیزان اگر صدای من خوب شده بفرمایید که من بدونم. خب دوستان نوشتم بهتر شد. بله بله، سپاسگزار از شما. بله، خدمتتون عرض کنم دوستان، همونطور که در جریان هستید در این هفته اخیر اتفاقات متعددی به صورت همزمان رخ داد. ما سعی کردیم که یک مقدار سکوت کنیم و ببینیم که همیهنانمون در این خصوص چجوری برخورد میکنن، آیا باز دوباره فریب میخورن یا نه این دفعه هوشیارن. اما ظاهرا همیهنان ما قصد ندارن. من چون اینجوری میشم پس تصفیرم نمیدونم. آها خب،
ظاهران همیانان ما قصد ندارن این داستان فریب خوردن رو فراموش بکنم و کماکان به قول زندگیت فریدون فرخزاد از بس که گرسنه هستن روزی چند بار فریب میخورن. در صورت ما میخواییم بپردازیم به این اتفاقات و ببینیم که اصلا برای چی این مسائل پیش اومده، نه اینکه این قطعا درست باشه ولی در حد فرضیه و یک گمانه‌زنی خودمون هست، اما میگیم و میسپاریم منطقش رو به شما و قضاوت با خود شما، ببینید ما به کجا داریم میریم. آیا در این اتفاقاتی که در طول همین چند روز رخ داده، در نه اینکه قبلش یا فرد پس فرد بخواد رخ بده، از کاسپیان گرفته، از اتفاقاتی که بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل رخ داده، آیا اینها اثری داشته یا نه؟ اینها رو میخواییم ببینیم که به کجا وصله. آیا ما واقعا باید الان دنبال باعث و بانی رفتن رولازن به ایران باشیم، یا گیر افتادن یا دستگیر شدن یا روبوده شدن رولازن باشیم که چطوری گیرش انداختن؟ آیا هواپیما رو در آسمون شیراز هایجک کردن، یا اینکه نه رفته اربیل گرفتنش، یا در رابطه با اینکه چه کسی الان در روی پله‌های برقی فرودگاه نشسته و منتظر دیپورت تو ایران، اینا رو باید دنبالش باشیم یا چیزای دیگه؟ و اصلا علت این اتفاقات چیست؟ الان چرا این اتفاقات در این شرایط داره رخ میده؟ خب جناب قاسمی شما بفرمایید، شروع کنید و هر موقعی که چیز بود بگید من صحبت میکنم. شروع کنید من حرف میزنم. جناب ادامه بده، من این لیست رو اول بذارم. من نمیدونم تصویر من فکر کنم کادتون آره به هم ریخته، یه مقدار با سر دوربین بیارید بالا. یه مقدار بالاتر. بالا خوبه الان. الان خوبه. چون من باید این رو بذارم اینجا. بله. ببینید دوستان، در طول از 28 29 ماه گذشته سپتامبر یک سری اتفاقات افتاد، تشکیل شورای مدیریت گذار و یک سری از این مسائل پیش اومد و دیدیم که این شورای مدیریت تجزیه ایران یا همون مدیریت گذار چجوری شکل گرفت، برای چی شکل گرفت، اینا رو صحبت کردیم. اما امروز یک سری مسائل دیگه باید باز بشه که این وسط نقش سید حسن شریعت مداری چیه، نقش اسماعیل نوریالا چیه، نقش شهرام همایون چیه و چرا این اتفاقات الان باید رخ بدهد. پس داستان لشکرکشی آمریکا و یک سری از کشورهای دیگه به خلیج فارس و دریای عمان چی شد؟ بحث کاسبی هم به کجا رسید؟ چرا نیروهای آمریکایی از سوریه خارج شدن؟ چرا نیروهای ترکیه وارد خاک سوریه شدن و حمله کردن؟ چرا یه دفعه کشور ترکیه در این اثنا میاد نقشه امپراتوری عثمانی رو دوباره بعد از چندین سال، نزدیک به 3 سال اینو مسکوت کرد و یه دفعه بعد از 3 سال در این حوادث اومد اونم نقشه امپراتوری عثمانی رو آورد بیرون و گفت ما به دنبال بازگشت به امپراتوری بزرگ عثمانی هستیم؟ و چه نقش علی جوانمردی، روح‌الله زن و دیگران دارن؟ چه تعدادی از خبرنگاران صادراتی جدید وارد بازار شدن؟ و چرا آیت الله، بی بی سی، حجت الاسلام اینترنشنال، مناتو، شبکه های لس آنجلسی، اونم از نوع فکستنیش، چرا این اتفاقات اخیری که مربوط به زم و دیگران بوده رو اینقدر بلدش کردن؟ چرا خواستن چشمای ما سیاه بشه یه دفعه حوادث دیگه ای رو نبینیم؟ و این هزار دستگی جدید داره چیه؟ خب آقا قاسمی شما شروع کنید به انجلا. توی این فاصله ای که من دارم چیز میکنم، شما لطفا برو روی اون پنجره ای که آپشنی که اسکایپ رو تنظیم کردی فول اسکرین رو بزن. فکر میکنم فول نکردیم، بالاش همین نوار مشکی افتاده. کجا؟ توی این فاصله شما یه بررسیش بکن لطفا. همین قسمت که من شما صحبت میکنیم جا؟ همین قسمت الان دو نفر هستیم. نه توی برنامه اگر شما رو نگاه کنید بالای نوار سیاه افتاده زیرا که این بلبلک هست. اصلا توی اینستاگرام چیزی پیدا نیست. یه فول اسکرینش بکن. اون میرفتی پنجره رو باز می‌کردی. اوکی بفرمایید. خب سپاسگزارم از دوستانی که تشریف دارن، چه بلبشویه چه اتفاقایی داره میفته. خیلی جالبه که همه اینا رو ما قبلا در موردش صحبت کردیم
و اسنادش هم موجوده در همین برگه رستاخیز سیمرغ. اما من چیزی که برام خیلی جالبه، با وجود مخالفانی یا با وجود اپوزیسیونی مثل این چیزی که در ما داریم میبینیم در خارج از کشور، جمهوری اسلامی حالا گارانتی موندنش، حتی اگر شده حکومتش مثلا مختص بشه فقط به استان تهران، حالا موندگاره و این مردم و این اپوزیسیون و این سیاسیون ما هم ظاهرا نمیخوان از خواب بیدارشن. از 57 اصلا انتظاری نمیره، یعنی اینی که فکر کنیم مثلا نسل 57 اپوزیسیون یا روش افکران 57 بخوام به خودشون یه تکونی بدن و بیدار بشن، این یه چیز عبثیه، چون اصلا اونا قرار نیست بیدار بشن. اونا اومدن که ملت رو همجوری سر کارشون بذارن. به قول جناب کمالپور، یه روز داستان زمه، یه روز داستان مسیح علی نژاده، یه روز داستان نمیدونم فخرآوره، یه روز داستان دختر ناشایسته و امثال این آشغالایی که در مرتب داریم میبینیم در موردش داره صحبت میشه. اما یه مطلبی رو دوستان بارها در موردش صحبت کردیم، یه بار دیگه بیایم با هم مرورش کنیم. چه زمانهایی جمهوری اسلامی نیاز داره که افکار عمومی رو منحرف کنه که یک اتفاقی که داره میفته یا داره رقم میزنه رو بتونه پوششش بده و کسی بهش اهمیت نده، کسی توجهش نکنه؟ در یک ماه و نیم گذشته خیلی اتفاقات افتاد در سطح کلان برای کشور ایران. یکی از این اتفاقایی که افتاد سفر روحانی بود به قزاقستان، البته سفر روحانی به همراه عالی جناب پوتین، عالی جناب خودشون و اون رؤسای جمهور اون چند کشوری که بعد از فروپاشی شوروی به وجود اومدن. و در اونجا یه اتفاقایی افتاد که مردم ایران نباید از این آگاه می‌شدن. یه مورد. مورد دوم، 1,400,000,000 پوندی که انگلستان به جمهوری اسلامی داد، برای چی داد؟ چه چیزی رو در قبالش انگلستان به کدوم یکی از اهداف سیاسیش رسید که این 1,400,000,000 رو داد به جمهوری اسلامی؟ یا اتفاقای بعدش، مثلا چند روز بعدش شما دیدید همون موقعی که این پول انگلستان رد و بدل میکنه، شما میبینید علی خامنه‌ای میاد و در یک نرمش قهرمانانه دیگه‌ای که اصلا کسی بهش توجه نکرد میاد و سخنرانی میکنه و صحبت میکنه که دوباره انرژی اتمی حرام است، بمب اتم حرام است و ما میتونستیم بریم به سمت بمب اتم، اما چون فقه و نمیدونم کتب الهی ما، یعنی هم قرآنشون، من نمیدونم در 1400 سال پیش بمب اتم کجا بوده که قرآن در این زمینه هم اومده اظهار نظر کرده، همون قرآنی که میگه شما اگر غیر از مسلمان رو به اسلام نگروید میتونی خودشو بکشی، زن و بچه‌شو اسیر کنی و اموالش هم به غارت ببری به عنوان غنیمت جنگی. مطمئن نمیدونم این کجای این علم فقه نوشته شده که بمب اتم حرام است. بمب اتمی که 100 ساله، شاید 150 ساله دارن در موردش کلا فکر میکنن. به هر روی کاری که خامنه ای اومد انجام داد، یعنی دقیقاً نرمش قهرمانانش رو انجام داد و اصلا کلن گفت بمب اتم اخه و ما اصلا دنبالش نیستیم و کسی هم سوال نکرد که این 500-600 میلیارد دلاری که تا الان هزینه کرده از جیب ملت ایران، پس چرا اون روز این فکر رو نکردید؟ و در مورد این مسائل اصلا صحبت نمیشه. بعد اتفاقاتی که توی منطقه میفته، جا به جایی هایی که آمریکا نیروشو میکشه عقب، ترکیه نیروشو میاره جلو، اون آشوب ها، اون جنجال هایی که اونجا اتفاق میفته، در کنارش در عراق مسائلی که مطرح میشه، بعد میایم داخل ایران در لردگان و در استان چهارمحال بختیاری اتفاقایی که میفته و در جنوب ایران اداره تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی رسما واگذار کرد به انگلستان، برای اون انگلستانی که میگم یعنی انگلستان به رهبری انگلستان، اما تیمی که اونجا هست تیمیه که همون جریان متفقین سال 1320 و کسی اصلا در مورد اینا دیگه صحبت نمیکنه. همه یه مسئله شده که به قول جناب کمالپور زم چجوری رفت، چجوری اومد، نمیدونم خواهر مسیح علی نژاد رو در دارغوزآباد، خواهر همسر سابق مسیح علی نژاد رو گرفتن یا نگرفتن، و بعد قفترش میایم یه سری اولاق تابلو بگیرن دستشون بگن من شطور 15ام هستم، یه سری گاگول بیان میگن نه ما 14امیم، یه سری احمق اتفاقا در طیفی که
ادعا میکنن پادشاهی خواهی هستن، بیان بگن ما نفر اولیم و از این شامورتی بازی ها و این شارلاتان بازی ها داره اتفاق میفته. این ور برای مثلا مخالفان جمهوری اسلامی، برای سرگرمی ها، و هر روز دنبال یه نخوتی های خلاصه میفرستنمون، هر روز برامون دارن. من یه پست گذاشتم توی صفحه خودم و گفتم که آقایون و خانوما وقتی توپ بازیتون با این توپای پلاستیکی جمهوری اسلامی تموم شد، لطفاً دوتا بزنید پشت پوتین، دریای کاسپیان تو عرقش گیر کرده، راحت بره پایین. متأ یه ایرادی داره دریای کاسپیان. دریای کاسپیان تو سالن ترانزیت دیپورت نیست، رد شده رفته و الان تو حلق عالی جناب پوتینه. خیلی جالبه برای من جناب کمالپور وزیر، اگر اون نقشه وزیر امور خارجه ترکیه رو دارین جناب مهربان، اون لطفا توی تلگرام برای جناب کمالپور بفرستید اگه بتونه بذاره روی صفحه. خیلی جالبه برای من وزیر امور خارجه ترکیه، یعنی یه آدم رسمی، یه آدم دولتی، یه آدمی که یک حقوق دولتی داره، یه آدمی که اگر حرفی میزنه یعنی مواضع اون کشور رو داره میگه، وزیر امور خارجه ترکیه میاد با گستاخی تمام یک نقشه رو میذاره و یه سری خط و خطوط میکشه، پرچم ننگین ترکیه رو میذاره روش و اتفاقا این نقشه تا قزوین ایران رو در بر گرفته و داره ادعا میکنه که ما سودای امپراتوری عثمانی رو داریم. خب حالا دارید سرتونم بخوره، ولی اون موقعی که شما یا گلدوغل بازی میکردید، امپراتوری ایران کل اون مناطقی که دست شما هاست همش جزء امپراتوری ایران بود. از دلی سگمونه که گرگ میاد، روباه میاد، مرغ و خروس همونه به قول معروف میبره. اگر یه حکومت مقتدری در ایران بود، اگر یه حکومت مردمی تو ایران بود، 24 ساعته باید وزیر امور خارجه ترکیه که هیچی، خود اردوغانش میاد رسما از ملت ایران عذرخواهی میکرد. ولی شما میبینید هیچ عکس العملی در این در برابر این موضوعات از خارج از کشور یا حتی از اپوزیسیون نمای داخل ایران نمیبینید. چرا نمیبینید؟ چون یه سریا درگیر زمین، یه سریا درگیر بنیم، یه سریا درگیر این یکی کیه این؟ زن روح الله زم، یه سریا شیرینه نمیدونم نجفی و این مجموعه ها. خلاصه کلام، انقدر سردرگم کردن این مردم رو که به اصل جریان کسی فکر نکنه. دیدم امی الان قبل از اینکه ما بیایم توی برنامه، دیدم آقای شهرام شارلاتان دوباره برنامه گذاشته بود و پروفسور الدنگلو رو آورده بود به قول خودشون و ایشون داشت میگفتش که، حتی حرفی بود که شهرام همایون گذاشت توی دهنش و اینم تایید کرد. خیلی جالبه برای من دوستان، میگن که جناب مهربانی، جناب کمالپور میگن قطع وصل میشه. خب نه اصلا درست دارم دارم گوش میکنم، مشکل از سیستم خودشون. آره این آقای پروفسور میگه که هر کسی، خوب دوستان به این جمله دقت کنید، هر کسی در فضای اپوزیسیون اومد دو تا کار رو انجام داد، این آدم آدم وطن پرستیه. اولین کارش اینه که اتحاد ایجاد کنه بین گروه ها و همش بره دنبال اتحاد، بره دنبال جذب گروه های دیگه و یه اپوزیسیون قوی درست بشه. اپوزیسیون قوی درست بشه، درسته که انگل باید کار دارم. و دومین کارش اینه که بیاد مسائل و اسناد استراتژیک جمهوری اسلامی رو که در منطقه داره جنایت میکنه بیاد اینا رو افشا کنه. هر کسی این دوتا کار رو کرد وطن پرسته، هر کسی بر علیه این جریان حرکت کرد این مأمور جمهوری اسلامیه. این چیزیه که خلاصه شهرام شارلاتان و پروفسور کنگلو میاد بیرون ازش. حالا این میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر ققنوس میاد و رسمیت میبخشه به حضور نیروهای هشت‌شعبی در داخل، تروریستی هشت‌شعبی در داخل ایران، شما خفه‌خون مرگ بگیرید. اگر میان در طرح‌هاشون، در نقشه‌هاشون، در کپچرهاشون دریاهای ایران رو حذف میکنن، شما خفه‌خون بگیرید. اگر میان و طرح فدرالیست رو برای ایران پیاده میکنن، شما خفه خون بگیرید، برید باشون اتحاد کنید. اگر مثلا فرض کنید جریان شورای مدیریت گراز به قول جناب کمالپور یا مدیریت گذر از ایران یا مدیریت تجزیه ایران میاد و طرح و ایده هاشو میذاره روی میز و به ملت دروغ میگه، میگه ما اون نیستیم ولی این یه چیزی دیگه است، شما اگر اومدی در موردش صحبت کردی، نقدش کردی، مأمور جمهوری اسلامی.
شما اگر اومدی در داخل ایران ویدیو گذاشتی، شعار نویسی کردی، در خارج از کشور گفتی آقا تنها راه اتحاد مردم واقعی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و رد همه این سناریوهای مافیایی فریاد سراسری جاوید شاه هست، شما مزدور جمهوری اسلامی طبق فرمایش علایار کنگلو و شهرام شارلاتان و بقیه اراذل اوباش فسیلای 57. خیلی برای من اینجا جالبه، من از اونا انتظاری ندارم، بارها و بارها اینو گفتم، من از همین شماهایی که دارید الان این برنامه رو میبینید، نمیخوام بگم حالم داره بد میشه، میخوام بگم کی میخواید بیدار بشید، کی ما قراره از یه سوراخ 10250 بار زخم نخوریم، سم نخوریم، کی ما قراره این گرد و خاکایی که جمهوری اسلامی درست میکنه رو بذاریم کنار، واقعیت ها رو ببینیم، کی میخوایم به مسائل کلان و ملی کشورمون برسیم، کی میخوایم بریم یقه جمهوری اسلامی رو بگیریم، کی میخوایم مشکل رو از ریشه حل کنیم، تا کی میخوایم بشینیم دونه دونه شاخ و برگ بچینیم؟ چرا انقدر ما زود باید فریب بخوریم؟ چرا نمیرید یقه آدم هایی که امثال روح الله زم و دیگران رو آوردن به این ملت تحمیل کردن، تو بوق و کرنا کردن، چرا نمیرید یقه اینا رو بگیرید؟ چرا نمیری به شهرام شارلاتان بگی آقای بیناموس تو که اومدی از روح الله زم دفاع کردی در پروژه آخرین پایان دروغ، مستند پایان دروغ خودشون، چرا با افکار مردم بازی میکنید؟ چرا نمیایید برید سراغ علیرضا نوریزاده و امثال اینها و بگید آقا شما که اومدید این افراد رو مطرح کردید، امروز اینها قولی شدن برای خودشون و این قول بخشی از جامعه رو جذب خودش کرده، حالا به هر شامورتی بازی که شده. این کسی که امروز داره مثلا در مورد شیرین نجفی یا امثال اینها یا این انچوچکی که اسمشو گذاشتن شایسته و امثال این آتاش، حالا داره میاد تبلیغات میکنه، همین کسی بود که در مورد امید دانا هم همین کارو میکرد، در مورد فخرآور هم همین کارو میکرد، در مورد روح اللازم هم همین کارو میکرد، در مورد کلاخ هم همین کارو میکرد، در مورد شهرام شارلاتان هم همین کارا رو میکردن، مگه نمیکردن؟ چرا ما باید بیایم یه سری آشغال رو بزرگ کنیم، شاخ کنیم، بذاریم یه جایی و بعد دوباره تمام وقتمون رو بذاریم که این آشغال رو بریمش پایین؟ شهریار آهی دو تا خیانت به ملت ایران کرد، من الان میگم، کار قبلش ندارم، اون بحث تاریخیش بمونه به کنار، دو تا خیانت بزرگ شهریار آهی کرد به ملت ایران. یک، آوردن انگلی به نام امیرعباس فخرآور، و دو، آوردن انگلی به نام امید دانا و وصل کردنش به دفتر شاهزاده. این دو تا خیانت رو شهریار آهی کرد. مثلا با اینی که توی تجزیه طلبان رفته و اینا یه بحث دیگه است، بذارید کنار. شما نه، اینا دیگه برامون جا افتاده. جمهوری اسلامی وقتی بخواد یه کسی رو بیاره علم کنه، وقتی بیاد بخواد یه کسی رو بهش مشروعیت بده، وقتی یه کسی رو بخواد بیاد گندش کنه، چیکار باید بکنه؟ چیکار باید بکنه؟ میاد از طرف دست‌های مافیایی که این پشمشتا هست، که یکیش مثلا افریتهی به نام ویکتوریا آزاد یا اقدس پشت کوهیه و امثال اینها، میاد اینا رو یه جوری وصل میکنن، مثلا مسیح علی نجات از راه میرسه، فرض کنید یه مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی میکنه، یه دفعه مثل بم میترکه، میشه مسیح علی نجات. کامبیز حسینی رو به همین صورت، امیرعباس فخرآور رو به همین صورت، و بقیه شکوچون برای که دارید میبینید، یک شخص به من نشون بدید، یه نفر نشون بدید که این ارتباط رو براش گرفته باشن، رفته باشه، ایشون هم حمایتش کرده باشه، یعنی پادشاه هم حمایتش کرده باشه و آدم حسابی بوده باشه، و امروز بر علیه سیستم پادشاهی یا بر علیه خاندان پهلوی یا بر علیه جاوید شاه گفتن مردم ایران قد علم نکرده باشه. یه نفر به من نشون بدید. روزی که ما داریم میگیم آقا اون مافیایی که سال 57 ایران رو ویران کرد، به پادشاه ایران خیانت کرد در درون سیستم پادشاهی، همون مافیا، همون مهره‌ها امروز در خارج از کشور اپوزیسیون هستن در یک سمت‌های جایی مثل یک القابی، و اینها دنبال سر کار گذاشتن ملت ایرانن. شاید خیلی ها اون روز می‌خندیدن، ولی امروز برید نگاه کنید، یارو رفته یه جایی توی جلسه‌ای توی نمایشگاه مال لباس یک شرکت کوچیک در چین،
که ما خودمون هم اتفاقا اومدیم از طرف این یارو کلاغ اون موقع توی این مجموعه بود معرفی شد، رفته برای یک مجموعه پرچم شیر خورشید هم بانو مثلا یکی از اعضای سامانه پادشاهی براش ردیف کرده، هزینه همه هم داده. حالا اومدن رفتن سراغ شاهزاده رضا پهلوی توی کامنت و این برانور توی توییتر که شاهزاده رضا پهلوی این خانوم عکس شما را بلند کرده و به خاطر اینکه عکس شما را بلند کرده میخوان دیپورتش کنن به ایران. آخه چقدر پس فطرتید؟ چرا انقدر دروغ میگید؟ آخه چرا انقدر رزلید؟ چرا انقدر بیشعورید؟ کجا این انتر رفته عکس شاهزاده رضا پهلوی رو روی سن برده بالا؟ یه مشکل یه دوزی بوده که حالا یه برنامه دیگه هست که بعداً شاید توی سر فرصت اگر ارزششو داشته باشه بپردازیم. حالا اینجا سوال من اینجا مثلا از افرادی مثل میترا جشنیه. خانم میترا جشنی 14 نفر 14 نفر ها تموم شد، 15 نفر 15 من نفر 15 اون بودن تموم شد، آقای نوریزاد آقای نوریزاد تموم شد، حالا یه انچوکک شده الان. خیلی جالبه ها، چرا یه سری ها تا 4 نفر بهشون اعتماد احترام میذارن یابو برشون میذاره سرشون گیج میره؟ کی اینا رو مدیریت میکنه؟ کی اینا رو میکاره یه سری جاها؟ خب همین افرادی که امروز در فضای مجازی دارن توییتر برای خودشون میترکونن، چرا مگه مردید شما بیاید برید یقه وزیر امور خارجه ترکیه رو بگیرید؟ مگه مردید برید براش طوفان توییتری را بندازید؟ دریای کاسپیان رو دادید رفت جناب کمالپرگه اون نقشه رو داری بذار روی صفحه لطفا. کدوم نقشه منظورته؟ عرض کردم جناب مهربانی براتون توی تلگرام احتمالا فرستاده. شما بفهمید من نقشه ای که وزیر امور خارجه ترکیه گذاشته بود روی صفحه. شما ادامه بدید من نگاه میکنم. من میخوام ببینم کسی دردش نیاد این نقشه رو دید؟ کسی به رگ غیرتش بر نخورد که یه انتری بسه وزیر امور خارجه ترکیه بیاد ادعا کنه که تا قزوین ایران مال امپراتوری عثمانیه و اینا دنبال اینن، دنبال اینن که این امپراتوری رو حالا به خیال باطل خودشون این امپراتوری رو بتونن تشکیلش بدن دوباره. خانم میترا جشنی چرا اینجا خفه شدی؟ چرا اینجا مردی؟ چرا اینجا صدا در نمیاد؟ دریای کاسپیان مهمتره یا یه شامورتی بازی یه شارلاتان بازی یه انتر که برای خودت تو توییتر بیای لشگر علم کنی که آی دیدید چی شد چی نشد؟ خانم میترا جشنی و میترا جشنی ها، شما میدونید اون 1,400,000,000 پوندی که انگلستان به جمهوری اسلامی داد بابت خرید دریای کاسپیان بود؟ باجی بود که داد که اون قرارداد در قزاقستان امضا بشه؟ میدونستید اینو؟ آقایون و خانوم های وطن پرست در فضای اپوزیسیون، بهتون بر نخورد که یک بچه روسی که در طبیله شورای اسلامی به اسم لاهوتی نماینده لنگرود بیاد چه اشکالی داره در شمال استانهای شمالی ایران زبان روسی تدریس بشه؟ بهتون بر نخورد؟ نباید یه پستی لاقل بر علیش میذاشتید؟ ارزش نداشت؟ میدونید چرا اون نماینده میاد این حرفو میزنه؟ بذارید بهتون بگم. خوردن ایران از شمال ایران و از جنوب ایران از دو طرف شروع شده، دارن میخورن. دریای کاسپیان رو گرفت روسیه، اما به دریای کاسپیان قانع نیست، روسیه تمام استانهای شمالی ایران رو میخواد، ترکیه اون دوتا آذربایجان ها رو میخواد، تبریز رو میخواد، ارومیه رو میخواد. چیکار کنیم؟ بریم هشتگ بزنیم سازمان ملل سازمان ملل بیا یک انتری رو قرار رو بگیرن دیپورتش کنن به درک که میخواد دیپورتش کنن؟ خب مسخره اید، سر کارتون گذاشتن. پلیس دبی اینترپل نداشت که ایشون بره کنسرت عارف بشکنه بالا بندازشو بذاره با اون جواد کی بود اون ریارو رفیق کامران قادری، جواد چی بود اسمش؟
کیسون اگه کسی اسمشو میدونه این تیم چی بود؟ رسول‌زاده مال وزارت اطلاعات بود داخل رسول‌زاده بود همچیزایی آره که این خانوم بره با جواد رسول‌زاده در دبی اشغالشو بکنه تفریحشو بکنه بعد بیاد بخواد بره خونه‌اش یه مشکلی واسش گیر بیاد همه رو بسیج کنید آقا ایران رو ولش کن دریای کاسپیان به درک اینا رو ولش کن مردم ایران رو دارن آلوده به ایدز میکنن اصلا مهم نیست لردگان که بر سرش اومد اصلا مهم نیست هفت آبان در راه اصلا مهم نیست ای بودویی شاهزاده این خانوم عکس شما رو گرفته بالا به خاطر این عکس دارن دیپورتش میکنن توف به شرف نداشتتون حشمت الله تبرزدی میاد اینجوری همه تون رو میبنده به گند و گو همه تون خفه خون شد خفه خون گرفتید خیلی راحت ما فرید جام که آبرون عکس اگر بود لطفا بذاریدشون تصویر رو ارسال نشده پیام دادم که ارسال کنن هنوز ارسال نشده حالا شاید بعضی از دوستان دیده باشن بفهمه جام که آبرون خب خدمت رو عرض کنم که این اتفاقاتی که افتاده دوستان ما مجبوریم که یک سری مسائل رو عنوان کنیم و اولش یه چیزی رو بگم ما بارها گفتیم که نه من نه جناب قاسمی هیچ ارتباطی با شاهزاده رضا پهلوی نداریم هیچ گونه ارتباطی نداریم ما برای کشورمون می جنگیم و برای رسیدن به حکومت پادشاهی در زمان جنگم نه دموکراسی حالیمون میشه نه مسامحه و مماشات و اینا هیچی نداریم و چون سعی میکنیم از خردمون استفاده کنیم تلاش اولیه‌مون اینه که نذاریم فریب بخوریم ما تو جو نبرن تو جو گیر نکنیم برای این اتفاقاتی که از حالا یه مقدار قبلترش رخ داده از زمانی که ایستگاه پایانی دروغ پخش شد تا الان مجبوریم اینو به صورت معادله معکوس حلش بکنیم من از اینجا شروع میکنم سال 68 روح‌الله خمینی به درک واصل شد قبل از اینکه اعلام بکنن سیستم این چیزی هم نیستش که شعبده بازی نیاز داشته باشه یا اخباری رو خواسته باشه کسی بده نه از عقل خودمونم استفاده کنیم کاملا مشهوده کاملا آدم به راحتی میتونه بفهمه تو اون زمانی که تو بیمارستان بود 24 ساعته ازش فیلم برداری میکردن بعد از اینکه مرد این فیلم ها رو میادن نیم ساعت تو تلویزیون پخش میکردن هی میگفتن برای خمینی دعا کنید حالش خیلی بده در صورتی که مرده بود چرا؟ به این دلیل که تا زمانی که اعلام مرگ بکنن کل کشور و سیستم نظامی و از بسیج و سپاه و نمیدونم جاندارمری و شهربانی و همه اینا رو ارتش و آماده باش کردن که یه وقت مردم قیام نکنن بلند نشن تازه تو سال 68 که هنوز مردم تو این جوا نبودن بعد که همه جوره کشور رو تو دست خودشون خیالشون راحت شد میتونن کنترل بکنن اومدن اعلام کردن که خمینی به درک واصل شده اما الان شرایط ایران چطوریه؟ اگر الان بیان اعلام بکنن که علی خامنه ای هم رفت لای دست خمینی به درک واصل شد اون موقع چه اتفاقی میافته؟ آیا میتونن کنترل بکنن کشور یا نه؟ مردم قیام خواهند کرد یه خیالشون راحت میشه چون بعد از خمینی اینا یکی رو داشتن علم بکنن جلب اعتماد بشه ولی الان اگر خامنه ای رو بگن به درک واصل شده در درون خود سیستم جمهوری اسلامی هم به همدیگه اعتماد ندارن چه برسه مردم به اونا اینو خودشو خیلی خوب میدونن از نظر خود من اینا همه فقط فرضیه است اول برنامه هم گفتم گمان زنی دلیلی بر 100% تاییدش نیست که بگم 100% همینه نه میتونن 85 میلیون جمعیت ایران 85 میلیون نظر مختلف داشته باشن اما از نظر من خامنه‌ای خیلی وقت مرده اما نیاز به بازی داشتن چرا؟ چون هنوز پروژه هاشون تموم نشده بود از حدودا 5-6 ماه پیش 7 ماه پیش
پروژه این اعلامو باز میذاشتن تو دستشون. چرا؟ چون دیگه مردم نمیتونن تحمل کنن. هر لحظه امکان قیام ملی وجود داره، هر لحظه احتمال رستاخیز ملی وجود داره و اینها میترسن. اگر یادتون باشه شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با لشکرکشی آمریکا اینا یه پیامی زدن که حکومت ها از جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کنن. برای هر بچه 2 ساله‌ای پر واضح استش که اگر یک فشنگ شلیک بشه به سمت جمهوری اسلامی یا بالعکس و درگیری نظامی آغاز بشه، بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کرده. جمهوری اسلامی میدونه که نسبت به خیلی از نیروهای درونی خودش نمیتونه اعتماد بکنه. یه پروژه رو بردن تعریف کردن چند وقت پیش، اگه خاطرتون باشه، که به دلیل حفاظت از مهندسین و کارشناسان چینی 5000 نیروی نظامی چینی وارد ایران میخواد بشود که شده است. قبل از اینکه اعلام بکنن، چون ببینید وجود جمهوری اسلامی یعنی رسیدن منافع‌های میلیارد دلاری، چند صد میلیارد دلاری به یک سری از کشورهای ابرقدرت، از آمریکا و روسیه و انگلستان و اسرائیل و یک سری از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و ایتالیا و آلمان، اینا رو اصلا از ذهنتون پاک نکنید. خب اگر این اتفاقات بیفته و جنگی صورت نگرفته باشه چی میشه؟ مردم حواسشون جمع دیگه، هنوز حواسشون پرت نشده، قیام میکنن باز. حالا پروژه ها یکی یکی شروع میشه. اولین پروژه ایجاد اختشاش، از هم پاشیدن کامل اپوزیسیون جمهوری اسلامیه. شرح وظایف تعریف میشه. میگن حسن شریعت مداری، بله، تو شورای مدیریت گرازتو الان تشکیل بده. حسن شریعت مداری میگه آقا اینو تشکیل بدم پول لازم دارم. میگن آقا پول تزریق میشه، از فلانجا زاویه میزنیم برات پول تزریق میشه. میان اخبار کذب پخش میکنن. چرا اخبار کذب پخش میکنن؟ میگن 8 میلیون دلار پول داده شده به حسن شریعت مداری، در صورتی که پولی که به حسن شریعت مداری در واقع شورای مدیریت گذار داده میشه، شما نفراتی که اومدن در این مجموعه شرکت کردن رو ببینید چه کسانی هستن، براش فازبندی تعریف کردن. یعنی چی؟ یعنی در فاز اول نزدیک به 15 میلیون دلار. وقتی میره جلوتر فاز دوم 45 میلیون دلار. و این سقف تا فاز سومش رو اجرا بکنه میرسه به یه چیزی حدود 250 خورده میلیون دلار. خب با چه نیرویی باید حسن شریعت مداری این کارو بکنه؟ وظیفه حسن شریعت مداری در قبال چه چیزی هستش که باید کارشو انجام بده تا این پولا رو بگیره؟ چرا حسن شریعت مداری در گفتگو با ما مغلطه کرد، فرداش با ما صحبت کرد و گفت دیگه من تو برنامه‌تون نمیام؟ گفت دیگه نمیام. ما قبلن هم گفتیم، من خودم قبلن گفتم، 1.5 ساعت ما با هم صحبت کردیم، 3 نفری، من و جناب قاسمی و سید حسن شریعت مداری، و به موقعش اون فایل 1.5 ساعت هم بیرون میدیم. در کنار این، قبل از پروژه حسن شریعت مداری، ایستگاه پایانی دروغ اومدن منتشر کردن. آقای وفا نیکفر در یه گفتگوی همین چند روز پیش یه سوتی داد که آقا اصلا قرار نبود این فیلم اینجوری پخش بشه، قرار بود این فیلم رو بردارن ببرن این کارو بکنن. یعنی چی؟ یعنی مردم همه تو سرکارید. 41 سال حدودا جمهوری اسلامی تو کشور ماست، اشغال کرده کشور ما رو. تو این 41 سال 2 کار اساسی رو روی مردم انجام داده. فارغ از اینکه خیانت، دروغگویی، فساد، فحشا، ارتشا، همه اینا رو بذارید کنار، 2 تا کار انجام داده. یعنی پرورش داده مردم ایران رو، به 2 سبک پرورش داده. 1، ما 85 میلیون دانشمند و پروفسور و علامه دهر داریم تو ایران. 85 میلیون
85 میلیون آدمی رو داریم که در هر زمینه شما باشون صحبت بکنید اینا اطلاعات کامل و وافی رو دارن. فرق نمی کنه شیمی باشه، فیزیک اتمی باشه، در رابطه با شرایط مهندسی شده یا بازیافت آشغال باشه، اطلاعات دارن. همزمان کلی عمل میکنن، همزمان همه کار میکنن. بخش دوم 85 میلیون کارگاه داریم، کارگاه خصوصی. همه شدن برای خودشون کارگاه. سرک بکشن تو زندگی اون، سرک بکشن تو کار اون یکی، سرک بکشن به همه جا، سرک بکشن و فکر کنن که واقعا خیلی حالیشونه. از همه چیزم سر در میارن. بعد نوع فعالیتاشونو ببینید، طرف میگه من 42 سال تو ایران نیستم، اصلا نمیدونه تو ایران چه خبره، چرا تغییرات ایجاد شده. بعد تو اروپا و تو آمریکا و استرالیا زندگی کرده، یک زندگی تکبودی، فقط دید مقابل، هدف سیبل مقابل. اگر بهش بگی که همزمان پله ها رو بگی برو بالا آدامسن بجو، با کله میخوره زمین، چون مغزش تکبودی شده دیگه، نمیتونه همزمان به دوتا چیز فکر کنه. بعد کارگاهی میکنه، میره تو زندگی اون یکی، میره تو زندگی اون یکی، اون یکی میخواد نفسش قرب بکنه. جامعه ای که جمهوری اسلامی ساخته. منظورم چی بود از این قضیه؟ این بود که وقتی جمهوری اسلامی میاد تنش ایجاد میکنه، مبارزها و مردمی که اپوزیسیون خودشونو لقب دادن میرن سمت این که ببینن چه اتفاقی افتاده. 85 میلیون کارگاه میرن دنبال این که ببینن آیا سیستم امنیتی فرانسه در تحویل دادن رویلازم به جمهوری اسلامی نقش داشته یا نداشته. یعنی دیگه اینجا کار از کارگاهی هم رد میشه. 85 میلیون تقسیم میشن. به چی تقسیم میشن؟ جمهوری اسلامی خیلی قشنگ تقسیم میکنه، میگه مهسا رازانی، شیرین نجفی و وفا نیکفر بشن یک تیم. از اون طرف ادمین های رویلازم بشن یک تیم. یه دسته میرن سمت اون ور، یه سمت میرن این ور، یه سری هم که دائم الخنسا هن، یه سری وسط گیر کردن همیشه. خوب و بد رو نمیتونن تشخیص بدن، درست و غلط رو نمیتونن تشخیص بدن. تقسیم میشن به سه قسمت. حالا یه دفعه یه چیزی رو سر میدن میاد وسط به اسم چی؟ به اسم این که خانم فلانی الان از فیلیپین میخواد دیپورت بشه. چرا دیپورت بشه؟ لایف میذاره میگه من از سال 2014 تو ایران بر نگشتم به ایران، در سال 2018 یه پرونده‌ای رو برای من تشکیل دادن، سند سازی کردن، بر اساس اون سند نامه زدن به پلیس اینترپول و از طریق اینترپول دارن منو برمیگردونن. اولا که سایت اینترپول بازه، شما برید سرچ بکنید در گوگل، بزنید گوگلش بکنید، بزنید اینترپول انگلیسی تنها، بزنید اینترپول، اولین گزینه‌ای که میاد براتون گزینه متأمین اینترپوله، اونو تایید کنید. بعد برید در نشنالیتیش بزنید ایران، همین کافیه، فقط بزنید ایران. کل متأمین ایرانی که اسمشون در اینترپول هست اونجا وجود داره، نه اسم روح الله زمی وجود داره اونجا که میگن اینترپول این کارو کرده. اون آقای امیر فرشاد ابراهیمی بخش دیگه ای از سیاست های اجرایی جمهوری اسلامی در خارج از ایران، یکی از اعضای مهم سازمان ایران خاران که حالا سوری با هم دیگه دارن میجنگن، میگن اینترپول مکاتبه کرده. نه اسم روح الله زنی وجود داره، نه اسم این خانومی که دختر ناشایست. چه اتفاقی میافته؟ این گروه، این وسطی خونسا بودن، یه قسمتی کنده میشن میرن سمت این خانوم. از اون دوتا گروه هم یه سری ها میرن دوباره سمت این خانوم. یعنی یه شیر تو شیر این وسط راه افتاد، شیر تو شیر راه افتاد. یه عده الان درگیر صحبت های سید حسن شریعت مداری هن. یه عده درگیر پروژه فیلیپین هن. دو عده درگیر جناح چپ و راست رولازم هن. زن رولازم و شیرین نجفی و با وفا نیکفر. یه عده هم ادمین ها کاملا
از سیستم مبارزاتی جدا شدن، یک سری بیخردی که اصلا از مغز توی هستن هم این وسط آمدن میگن آقا ما حمایت میکنیم، آقا ما از الان از این حمایت میکنیم. از چی حمایت میکنید؟ از چی حمایت میکنید؟ از بیخردی خودتون، از حماقت خودتون، از این که تو تله جمهوری اسلامی گیر کردید حمایت میکنید؟ اگر پادشاه یک کشور میاد از دزد و از قاچاقچی و از هر نوع خلافکاری و از مهندس و دکتر و خلبان حمایت میکنه، اون پادشاه همه مردمه. هر کشوری هم یک پادشاه داره، هیچ کس نمیتونه نقش پادشاه رو ایفا بکنه به غیر از خود پادشاه. اونی که نقش سرباز رو قبول کرده باید نقش سربازیش رو ایفا بکنه، باید از کشورش دفاع بکنه، باید یه دشمنش رو رسوا بکنه، نباید بگه من به هر دلیلی حمایت میکنم. از چی حمایت میکنید؟ تو تلویزیون های فکستانی لس آنجلسی ببینید، یه بخشش رو دادن در اختیار علیرضا نوری‌زاده، یه بخشش در اختیار شهرام همایون. بعد ببینید تمام تلویزیون ها از آیت الله بی بی سی و حجت الاسلام، ایران اینترنشنال، همه اینا هم که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن، همه دارن همین کارو میکنن. مردم کجا رفتن؟ کی رفت دنبال این که کاسپین کی واگذار شد تموم شد؟ کی رفت دنبال این که بگه آقا امروز اسماعیل فلا و امیر فرید فاضل و اون آقای ساسانپور بود بکنم اگه اشتباه میگم آقای قاسمی اصلاح کنید، ساسانپور رو به عنوان خبرنگاران جدید جایگزین امثال رویالله زم و امثال علی جوانمردی کردن که اینا سوختن. همون روزی که ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، تو اولین برنامه ما در برنامه‌مون گفتیم اینا سوختن، تموم شده است، تاریخ مصرفشون تموم شده. این صحبت ما برای 6 7 ماه 8 ماه پیشه که همون زمان شهرام همایون و نوری‌زاده حمایت کردن از همشون، و امروز یعنی دقیقاً تو برنامه دیشب شهرام همایون میگه آقا همه اینا رو بذارید کنار، بذارید کنار، ببخشید برنامه روز چهارشنبه، همه اینایی که صحبت کردن، مازیار رو نمیدونم اینا صحبت کردن، صبر کنید. چیه؟ خب چی میخوای بگی؟ بنال. میگه از نظر من روح الله زم تاریخ مصرفش تمام شد. زرش اینه که ما 7 ماه پیش گفتیم، که 7 ماه عقبی آقای روزنامه نگار، آقای ژورنالیست، 7 ماه عقبی کسی که کار سیاسی میکنه، کسی که کار مبارزاتی سیاسی میکنه، ادعای ژورنالیستی داره، ادعای روزنامه نگاری داره، ادعا میکنی که 50 سال داری مبارزه میکنی، 50 سال تو کار روزنامه نگاری هستی، باید بتونی طرحهای آینده رو پیش بینی بکنی. نه یک مردم رو بندازید، این مردم سردرگمن. الان با این پروژه ها از این 14 معصوم ها ببینید مردم به کجا میخوان فکر کنن، به کجا میخوان فکر کنن؟ به 14 معصوم فکر کردن، 14 معصوم گرفتن کردن تو زندان مثلا تو هتل وین، و گفتن خب الان پروژه بعدی که اجرا بشه اینا فیت میشن، تا به موقع اینا رو هم این قارچ میاریم بالا. خب حالا تاریخی که قرار این 14 معصوم ها اینه قاشت بزنن بیرون، آقای قاسمی تو بخش بعدی میگه. این پروژه ها رو اجرا کردن، مردم کجا هستن الان؟ به چی دارن فکر میکنن؟ اصلا قدرت دارن فکر کنن؟ میخوان جلو تجزیه طلب باستن؟ جلو سید حسن شریعت مداری با شورای مدیریت گذار باستن؟ جلو چی باستن؟ پروژه اینه، سردرگمی ملت نه، سردرگمی امت. امتی که فقط پیروه یک کیسه خالی توش پره چوب پنبه این چیزاست که انداخته رو دوشش داره میره، اینا فکر میکنن تو اون طلاست، افتادن دنبال اون دارن میرن. تا کی میخوایم بیدار نشیم همینجوری خودمونو بزنیم؟ بخوام ادعامونم بشه، یکی به من بگه روح الله زنی که مزدور خود جمهوری اسلامی بوده میخوام باش چیکار بکنن، چیکار میخوان باش بکنن؟ اخبار سوخته ای که میآورد میداد، یا اخباری که بیش بود میآورد میداد به درد یک سری از طیف سیاسی در داخل خود جمهوری اسلامی میخورد، چیکار میخوان بکنن؟
یعنی روح اللازم و شما اینقدر احمق فرض کردید که به واسطه یک قرار ساده ای که هیچ رفرنسی پشتش نخوابیده، هیچ سندیتی نداره، از فرانسه بلندش بره عراق که بره سیستانی رو ببینه. سیستانی که شاهرودی رو قبول نکرد ملاقات بکنه، روح اللازم رو ملاقات میکنه. سیستانی که خودش الان 3.5 سال هیچ جلوی هیچ دوربین ظاهر نشده، معلومی زنده است یا مرده است، میخواد روح اللازم رو ملاقات بکنه. بعد روح اللازم اینقدر حالو افشنده بوده که بلنش بره اونجا بعد بگیرنش؟ نه، داستانی نیست. انتشار ویدیوی عجولانه روح اللازم برای چی بود؟ برای چی بود؟ بازی جنگ روانی، بگن آره اینا توی عملیاتی گرفتنش، از خوشحالی فوری گفتن فیلمشو ببینید پخش کنید که ببینن دروغ نمیگه. نه آقا جون، خودتونید، واقعا خودتونید. اونایی هم که چه از رولا زن میخوان حمایت کنن، چه از این خانم در فیلیپین و اینا میخوان حمایت کنن، بغیر از شاهزاده رضا پهلوی که عرض کردم به عنوان بالاترین نماد ملی کشور، به عنوان پادشاه کشور، ایشون از همه اقشار جامعه کاری که باید انجام بدن و انجام میدن، بقیه بغیر از شاهزاده رضا پهلوی از حماقتتون دارید حمایت میکنید. با 4 تا هندونه میدن زیر بغلتون، اگه با خانم فلانی هم مشکل دارید الان بیاید حمایت کنید. بعد پس فردا اسماتون هست، تمام مدارکتون هست، به گند که خورد، به گند که نشست، دیگه نمیتونی حرف بزنید، چه زنتون چه مردتون، چون شما حمایت کردید. کسی که توی فیلیپین دزدی کرده، حکم براش صادر شده و ایشون دانشجو بوده این کارو کرده، بر اساس دزدی که حکم صادر شده دارن از کشور دیپورتش میکنن، و شما میای میگی مبارزه، شما میای میگی چون عکس شاهزاده دستش بوده دارن دیپورت میکنن. نه بابا، همه مردم ایران در اون کاتگوری امت نیستن، اینو بفهمید. بخش ملتی داریم که دغدغه‌شون ایران آزاد، دغدغه‌شون رسیدن به اون اقتداریه که داشتیمه و فریب نمیخورن، تو تلاهای مختلف مافیا و جمهوری اسلامی گیر نمیکنن. یه روز نیاید بولد بکنید تجزیه طلب، یه روز بیاید بولد کنید کاسپیان، یه روز بولد کنید روح اللازم، یه روز الان دوباره نقشه عثمانی رو بیارید بالا که مردم همینجوری سردرگم باشن، از اون طرف جنگ را بندازید، دقیقاً یه درگیری کوچیک را بندازن، مردم حمله کنن، مثلا سال 59 شهریور 59 که آقا جنگ افتاده بسیج، را بندازید مردم و جبهه، یه هفته بعد دو هفته بعدم بگن علی خامنه ای سقط شد، خب هیچ اتفاقی هم نمیفته دیگه، مردم حواسشون به جنگ رفته دیگه، اپوزیسیونی هم وجود نداره، متلاشی شده توسط همین پروژه ها، مردم دیگه به هیچ کسی اعتماد نمی کنن، قیامی هم نمی کنن. خیلی راحت اون بدل خامنه ای رو میندازن توی چاله، تمام. اون پوست اندازی جمهوری اسلامی شکل میگیره بدون اینکه مردم در داخل و خارج بتونن کوچکترین عکس العملی نشون بدن. اون موقع هستش که اینایی که الان سینه چاک میدن حمایت میکنن از فدرالیسم و از روح اللازم و از علی جوانمردی و از اون خانمی که اصلا حالم به هم میخوره اسمشو بگم، که پشیمونم از اینکه چرا ما اینو رو بردیم مطرحش کردیم و بلدش کردیم بزرگش کردیم، بشید اون موقع یه دونه در ثانیه بزنید سرتون، 2,700,000 بارم در یک صدم ثانیه بزنید به اونجای دیگه‌تون، ببینید چی کار میتونید بکنید. اون موقع یه کار از کار گذشته. اون موقع نه شهرام همایون جوابتون رو میده، نه کنگلو جوابتون رو میده، نه شریعت مداری وجود داره، چون تر پوست اندازی جمهوری اسلامیه، رفرم شکلیه، رسیدن به جمهوری سوم یا جمهوری فدرالیه. و اون موقع استش که به قول شاهزاده رضا پهلوی همیشه هر انقلابی با یک خواب شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی مردم شما موقعی که خوابید اینا کارشون رو میکنن، بفهمید. شما رو دارن الان براتون لالایی میخونن
منم تو پستم نوشتم فقط باید به شما گفت که خوب بخوابید، چون در طول 41 سال قشنگ خودتون رو زدید به خواب. بفرمایید جناب قاسمی. جناب قاسمی اون عکسو جناب مهرآوری براتون فرستادن، لطفا توی تلگرامتون چک کنید. چند لحظه این تصویر استاپ میشه تا من بیارمش تو استودیو. صداتون هست ولی تصویر استاپ میشه. مشکلی نیست، انجام بده اینو، انجام بده بیاد. خب دوستان بذارید این تصویر جناب کماپور بیاره بالا، شاید خیلی ها ندیدن، شاید خیلی ها هنوز حواسشون نیست، اما روی این تصویر من یه سری توضیحاتی دارم. اما حالا جالبتر اینجاست که در ادامه میرسیم به اینجایی که یه روزگاری شاید مدت ها پیش ما روی شخص کثیفی به اسم اقدس، اقدس پشکویی، اومدیم یه سری افشاگری هایی کردیم. خیلی ها فکر میکنن که زیاد نباید مثلا در مورد این اشخاص برنامه گذاشت صحبت کرد، ولی باور کنید چندین شخص، چند نفر بیشتر نیستن اینها، که این چند نفر کاملا بازیاشونو بلدن، خیلی قشنگ و حرفه‌ای بلدن و به موقع همچین سناریوهایی رو براتون پیاده میکنن که 6 ماه بعد تازه متوجه میشید از کجا خوردید. حالا اینم بذارید عکس رو جناب کمالپور بذاره تا بعد در موردش صحبت کنیم. یه مطلبی رو بگم، یکی از دوستان برای من پیام فرستاده بود که شاهزاده رضا پهلوی از این خانم حمایت کرده. نه اصلا اینجوری نیست دوستان. در همین چند روز گذشته در داخل ایران جمهوری انگل نشان آخوندی یک خبرنگار روس رو بازداشت کرد. اخبارش هم هست، میتونید نگاه کنید. این خبرنگار روس از قضا مخالف دولت پوتین هم بود، یعنی جزء اپوزیسیون دولت پوتین بود و خب جمهوری اسلامی سعی کرد یه سری وسله ها رو بهش ببنده که جاسوس اسرائیل است و جاسوس فلان است و جاسوس اینجوری است. و زمانی که من اینو داشتم صحبت‌های وزیر امور خارجه روسیه رو در رادیو فردا، حجت الاسلام رادیو فردا، اون خبرنگارش داشت ترجمه میکرد، داشتم گوش میکردم که وزیر امور خارجه روسیه برگشت گفت ما از حق شهروندی تمام شهروندان روسیه در سراسر دنیا به صورت یکسان دفاع میکنیم. این قانون ها خیلی خوبه، همون چیزی که در زمان شاهنشاه آریامهر ما هم بود و برای ما هم فرقی نمیکنه. قانون به ما نگفته که این خبرنگار یا این شخص یا این شهروند روس مخالف دولت وقته یا موافق دولت وقته، شهروند روسیه و ما وظیفه داریم ازش حمایت کنیم و ایشونو برگردونیم به روسیه، که این کارم کردن. یک التیماتوم داد پوتین به جمهوری اسلامی، بلافاصله خبرنگار رو گذاشتن تو هواپیمای فرستادن براش فرستادن رفت. حالا عرض کردم اینجا رو، انقدر جنجال درست کردن، انقدر فشار آوردن، انقدر رفتن زیر پستای شاهزاده رضا پهلوی که آقا بیا این به خاطر شما رفته این کارو کرده، بدون اینکه شما اصلا بفهمید، بدون اینکه نیاز باشه شما برید اصرار کنید، هی برید یه چیز رو به زور بخواید بقبولونید به یک جریانی یا به یک شخصیتی. ایشون سری قبل کارشو انجام داده بود، یه تلفنی بود باید میزد و زد، ولی این خانم داستانش چیزی دیگه است. و اگر ایشون در یک پستی، و چقدر بی اخلاقیه، چقدر کثیف بودن این دختر، این زن رو نشون میده که تو بیای پیامی که مثلا در دایرکت به شاهزاده رضا پهلوی دادی، اینو بیای به خاطر محبوبیت دادن به خودت یا مقبولیت دادن به خودت بیای از این کامنت، از این پیام دایرکت شات بگیری و اینو به عنوان یک افتخار در فضای مجازی منتشر کنی، این نهایت رذلی و پستی یک آدمه خانم بهار خیاری، این واقعا نهایت پستی یک آدمه. ولی خب حالا ایشون پادشاه ایرانه، فعلا در تبعیدن، ولی هر کاری از دستشون بر بیاد برای هر کسی ایشون انجام دادن. یادتون باشه برای محسن سازگارا ایشون روزه سکوت گرفتن در نیویورک، برای اکبر گنجی اعتصاب غذا، اعتصاب روزه سیاسی گرفتن در نیویورک، برای منصور حسانلو انچوچک ایشون این کار رو انجام دادن، برای خیلی ها این کار انجام میدن، چون جایگاه ایشون در جایی که به عنوان پدر این ملته و پدرم بین فرزندانش فرق نخواهد گذاشت. این اصلا ربطی به این نداره که یه سریالا دالام درون را بندازن از این مسئله. ولی جام که آبراگون نقشه آماده بود بگید لطفا ادامه بدید تا آماده شد.
خب من اگه میرفتم رو توییتر یا رو خودم میگرفتم فکر میکنم بهتر زودتر میشه. برو شخصی رو داشتم صحبت میکردم به اسم اقدس پشکویی و اگر شما فکر کنید اگر الان این چیزی که میخوام بهتون بگیم باور کنید نمیدونستید. اینو ما تو تلویزیون پارس اسرائیل دو سه روز پیش فکر میکنم یه اشارهی بهش کردیم، تلویزیون که به لطف بانو پریسا در اختیار رستاخیز سیمون قرار گرفته که یه برنامه اونجا داشته باشه، ما اونجا یه اشارهی بهش کردیم راجع به این شخص، ولی باور نمیکنید اتاق فکر جمهوری اسلامی در مورد آمد نیوز در خارج از کشورش دست این خانم اقدس پشکویی بوده. تمام این شارلاتان بازیایی که آمد نیوز در خارج از کشور در آورد با علی جوانمردی، اون مسخره بازیایی که توی اون مستند اومد بیرون، تمامش با نظر اقدس پشکویی بوده. خب دوستان این نقشه رو نگاه کنید، این نقشه‌ایه که روی توییتر وزیر امور خارجه ترکیه گذاشته شده همین دیروز یا پیروز. اگر رو نقشه نگاه کنید اون آذربایجان‌های ما رو که کلن مال خودش میدونه، استان‌های شمالی اون استان مازندران و گیلان هم مال خودش میدونه، بخشی از خراسان هم مال خودش میدونه، یعنی تا نزدیکی قزوین ایران رو ترکیه جزو امپراتوری عثمانی میدونه و این نقشه رو یک شخصی که سمت دولتی داره و رسما وزیر امور خارجه کشور ترکیه است میذاره و متاسفانه در خارج از کشور در بین اپوزیسیون ما، در بین مثلا فعالان سیاسی، در بین مدعیان شما هیچ عکس العملی نسبت به این نمیبینید به جز چند تا جریانی که تقریبا با ما همسو هستن یه اعتراضی کردن در حد توانشون، ولی اعتراضی در اون صورتی که مثلا برای یک انچوچکی بذاری، یک موج را بندازی برای یک شلغمی، شما در مورد این نمیبینی. خانم میترا جشنی این نقشه رو ندیده بودی؟ به بر نخورده بود؟ یا اصلا مهم نیست برای شما؟ نه قاعدتا برات مهم نباید باشه. میدونی چرا؟ چون سناریویی که حسن شریعت مداری قبل از اینکه پیاده کنه ما اسنادشو گذاشتیم، شریعت مداری گفت نفر 14ام کمپین نفر 14ام و این سناریو سناریوی منه، یعنی من تجزیه طلب شورای گراست و شخص شما خانم میترا جشنی روش کار کردی، کم براش تبلیغ نکردی، اینا سند میشه میمونه در آینده. یا این دوستانی که در فضای مجازی دارن خودشونو میکشن خوابشون نمیبره، براتون مهم نیست یه همچین توهینی به کشور ایران میشه، به ملت ایران میشه، خاک ایران میشه؟ ارزشی که توییت نداشت بذارید؟ جام تمافرون مانیفست ایرانخواران رو، اعضای ایرانخواران رو لطفا بذارید رو صفحه ببینیم آمد نیوز از کجا اداره. وزیر دفاع ترکیه است، پوزش رو صفحه است، داره میره بالا همینجوری مانیفست ایرانخواران. اسامی رو میخوام شاد. خب صاحب کن من اسامی رو روش همینجوری میخونم دیگه، همینجوری دارم دوستان میبینن. کمالپور میخونه دو سه تا اسم توی اینجا آشناس، امروز آشناس که بهش میرسی. بفرم برسه خب دوستان اسامی که هست، ویکتوریا آزاد، سعید شمیرانی، دکتر رضا حسین بور، محمد رضا حیدری، دکتر علی اکبر امیدمر، دکتر امیر فرشاد ابراهیمی، عادل شریفی، آرش مهدوی، منصور اوسانلو،
خب مسعود اخترانی تهرانی، بهار نارنجی، رضا زرابی. بعد از رضا زرابی تازه خسرو فرور یا همون در واقع خسرو صمدی، یعنی از اونم پایین‌تر فرضش کردن. رسول مرتضوی، غلام حسین بروجردی، نیوشا جاوید، حسن رستگار، کشیش رسول حیدری، شهرام درویش، هومن برخا، علی موسوی نژاد، مصطفی فامیلی نداره، پوررنگ سرمدی تهرانی، دیاکو کرد، الف بیقرار، به با قرار، علی مهرابی، آرش دانشجو اقتصاد، محمد مظفری، کیومرث مظفری، امیر مسعود فقیهی، حمید شادان، کیان آذرمهر اینجاست. کیان آذرمهر، آها، این کیان آذرمهر همونی که اسمش تو لیست اینترپول هست. آقای قاسمی میگفتن اسمش کجا آشناستین؟ نه این فکر نمی کنم. نیما سهرابی، شادم نباشه، سامیار، وحید بهادری، ناصر پولی منقانی، آقای دکتر دانیل دانا، دینا، سارا سفیری، پروانه تولایی. مدعی ها رو ببین، همه اینا مدعی پادشاهی هنها. مازیار کیوان، ایسا ریوندی، بابک. کافیه جام کاب، کافیه. خب دومیشو نگفتیم ها. نه مازیار رو گفتی. آه مازیار هم گفتیم. آره خب دوستان بگرد تصویر لطفا. خب صبر کن دوستان. این نوشته‌ای که روی صفحه دیدید تفاهم نامه و توافق نامه و پیمان نامه‌ای بود که اقدس پشتگویی تحت عنوان ایران یاران، که ما بهش گفتیم ایران خاران اگه خاطرتون باشه، حدود 7-8 ماه پیش یا تقریبا آره دیگه 7-8 ماه، یک سال پیش اومد مطرح کرد و یه سری افراد رو جمع کرد. وقتی مانیفست این رو میری میخونی، که یک شب خسرو صمدی بود که در موردش بارها صحبت کردیم، وقتی مانیفست این رو میری میخونی، اصلش رو میری میبینی، توافقشون رو میری میخونی، همون چیزیه که حسن شریعت مداری داره میگه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر، همونی که حسن شریعت مداری میگه همینجا هست. و همه اون افرادی که الان در شورای مدیریت گراز هستن همون افرادی هستن که در این مجموعه اقدس هم بودن. اما اینا برام الان اینا اصلا مهم نیست. شما اینجا دو تا اسم شنیدی توی این افراد، یکی سه تا، در حقیقت سه تا اسم شنیدی، مسعود اخترانی تهرانی و مازیار. خب اینا کیان؟ یکی هم امیر فرشاد ابراهیمی، یکی هم که خود رولای زن بود که از حامیان و از یاران ویکتوریا آزاد یا اقدس پشتگویی در مجموعه ایران خاران بود. استکاری هم در رأسش هم خود ویکتوریا آزاده دیگه، در رأسش هم که خود اقدس پشتگوییه. حالا این دوتا اسمی که میشنید الان دارید میشنوید، مسعود اخترانی تهرانی و مازیار، اینا کیان؟ ادمین های اصلی آمد نیوز یا آخوند نیوز که ما بارها در موردش افشاگریامون انجام دادیم و اعضای اتاق محرمانه آمد نیوز. یعنی چی؟ یعنی اتاق فکر آمد نیوز، اتاق فکری که دستورات از جمهوری اسلامی میرسه و اینها باید این دستورات رو به گونه تحریر کنن و عوض کنن و بالا کنن و پایین کنن، زیر هر خبری یه لقد هم به ملت ایران بزنن که گفتن جاوید شاه، یا به خاندان پهلوی توهین کنن یا تجزیه طلبان رو حمایت کنن. این اتاق فکر، این اتاق محرمانه آمد نیوز بود که تا کی این اتاق محرمانه موند؟ تا 2-3 شب پیش در تلویزیون شهرام شارلاتان، که خود اقدس ویکتوریا آزاد میاد یکی از این ادمین ها که این آقای مسعود اخترانی هست رو میاره جلوی دوربین و این یکی مازیار رو پاس میده به شهرام همایون میاره جلوی دوربین. یعنی چی؟ یعنی 8-9 ماه پیش وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه یا هر کدوم از این دو شاخی که پشت روح الله زن باشن با اقدس پشتکویی که خودش چریک تروریست فدایی خلق هست که در موردش صحبت کردیم، یه نقش دیگه هم داره که شاید اگه عکسش باشه یه اشاره یه بهش بجام کمال پول بکنه،
کاملا هماهنگ و روی برنامه طبق ادعای خود ویکتوریا آزاد یا اقدس پشکویی باز در تلویزیون اسرائیل پارس تیوی 7-8 ماه پیش که ما پریر توی برنامه گذاشتیم اون یکی صحبتشو خودش ادعا میکنه میگه شیرین نجفی تحت کنترل شدید من بود و من بهش میگفتم چه کارهایی در آمد نیوز بکنه و چه کارهایی نکنه و این کارها رو چگونه بکنه و چگونه نکنه. حالا یک سال پیش اون اعضای اتاق فکر آمد نیوز جزء اعضای ایران یاران هستن و تو این اعضای ایران یاران یه سری آدم هایی که امروز تابلو این یارو دختره رو گرفتن تو دستشون همین ها هوادار ایران یاران بودن. میخوام به شما بگم این چرخه رو ببینید چجوری سر کاره. خب چه اتفاقی میفته؟ اقدس پشکویی تسلط کامل داره رو اتاق فکر آمد نیوز، افراد آمد نیوز در مشت اقدس پشکویی هم. همین انچوشکی که خیلی از شما شاید بهش بخندید، شاید اصلا بگید بابا این عددی نیست ولی هست، دارید میبینید مورد مافیاییه. و جالبیش حالا اینجاست که این جریانی که اقدس پشکویی در رأسش باشه، یعنی در حقیقت جریان آمد نیوز مدیر اصلیش در خارج از کشور روح‌الله‌زم نیست، اقدس پشکوییه، خودش داره ادعا رو میکنه، ویدیو شما گذاشتیم. این جریان میرن در تلویزیون شهرام شارلاتان. حالا اینجا رو داشته باشید تبعاتی که این کار داره، یا این دامی که اینا پهن کردن در این سالها مثلا با اسم آمد نیوز، شما فکر کنید چقدر افراد در دام آمد نیوز چه در داخل چه در خارج اطلاعاتشون الان درسته میفته دست جمهوری اسلامی. ببینید چقدر افراد کلیدی که در سیستم هستن، در همین سیستم و جمهوری اسلامی هستن و شاید دلشون میخواست یه کاری برای آینده ایران بکنن، یه سری اطلاعاتی رو به این افراد دادن، به این اتاق فکر دادن و اون افراد امروز چگونه یه دفعه حذف فیزیکی خواهند شد و چه تبعاتی میتونه در داخل جامعه ایران داشته باشه. همه این کارها رو با هم کیا دارن انجام میدن؟ جمهوری اسلامی، اقدس پشکویی و دو سه تا جک و جنبر دیگه در خارج از کشور. در ظاهر همه هم با هم مخالفن، همه هم با هم دشمنن، ولی در باطن همه یکی هن. حالا دو تا جریان درست شده، مجموعه اقدس رفتن در تلویزیون شهرام شارلاتان، مجموعه اون یکی جریان که نیکفر و امثال اینا باشه و زن زم و این شیرین نجفی، حالا رفتن در مثلا تلویزیون ایران فردا یا پنجره رو به گاوصندوق هر کی بیشتر پول بده. شما حالا نگاه کن، جمهوری اسلامی از داخل مستند میزنه بیرون، این میخواد بیاد بر علیه اون حرف بزنه، یعنی تلویزیون شهرام شارلاتان، بعد نوریزاده میخواد بیاد بر علیه جفت اینا حرف بزنه، بی بی سی و من و تو و امثال اینها هم میخوان وسط ماهی بگیرن. چه اتفاقی میفته؟ جمهوری اسلامی هم با خیال راحت، با خیال راحت دریای کاسپیان که داده رفته، استانهای شمالی هم نصف بیشترشو میده میره، جنوب ایران هم که کلا داده رفته، مراکز حساس و معادن و میدانهای نفت و گاز ایران هم که با قراردادهای گردن کلفتش بخشیده رفته، دیگه چی میخواد؟ ملت هم که دارن زجر میکشن و مثل کرم میلونن تو خودشون دیگه. چه تا این فاصله زمانی که حالا قرار هر اتفاقی بیفته در دولت آینده آمریکا یا نیفته یا ممکنه بازی ها به هم بخوره، این فاصله هم رد بشه، علی خامنه هم به قول جناب کمالپور یه دفعه خبر مرگش رو اعلام میکنن و ادامه ماجرا. بفرمایید جناب کمالپور. خب خدمتتون عرض کنم که یک سری از این داستان‌ها شما اگر نگاه بکنید برمیگرده به شرایط آرمانی یک بخشی از جامعه ما به اسم اپوزیسیون. در طول این مدتی که شما دارید برنامه‌ها رو می‌بینید و دیگه فیسبوک لایو اومده و به جای اینکه حالا فیلمو آپلود کنم بذارم تو فیسبوک، فیسبوک لایو اومده کارو راحت‌تر کرده، تنش‌های مختلفی رو دیدید. یه مدت این با اون دوسته، بعد به هم دیگه حمله میکنن، بعد دوباره با هم دوست میشن. یه روزی مثلا طرف نشسته در به در عاشق از تل‌آویو
در رابطه با بابایی و اپوزیسیون در انگلستان حرف میزنه، فوش خواهر مادر میکشن به هم میدن، این به اون میگه اسرائیل ستیز، اون یکی به اون میگه سهیونیز، بس فردا میره با هم دیگه دارن نوشابه میخورن، دست انداختن گردن هم دیگه جیک تو جیک شدن. نتیجه این اتفاقات چی میشه؟ من از خودمون نمیخوام تعریف بکنم، اما شما تیم رستاخیز سیمرغ رو ببینید، آیا دیدید از مسیر خودش از خطش خارج بشه؟ وقتی میگیم یه نفر آقا این ایران پرست نیست، این مشکل داره دیگه، برای ما مشکل داره، چون ما یه چارتی رو تعریف کردیم، میگیم آقا اگه میان پرستی بیا تو این چارته، این سه اصل طلایی رو باید قبول کنی و سوگند یاد کنی. کسی بیا سوگند یاد کنه مثل بابای لندن، بابای اپوزیسیون، بعد بزنه زیرش، یعنی چی؟ یعنی دروغه. یعنی اون ویدیویی که اومده به عنوان یه اصلاح طلب داره توهین میکنه به تجمع ایرانیان در انگلستان و تهدید میکنه، حالا چه شوخی چه جدی داره تهدید میکنه، به همشون داره توهین میکنه، یعنی اون واقعیته. اونی که میاد این کارا رو انجام میده هدفش چیه؟ ببر از اینی که سلب اعتماد بکنه، ببر از اینی که شما در روز چند تا کامنت میبینید که کسی رو که میبینید مینویسید دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟ به کی میشه اعتماد کرد؟ اول به خرد خودتون، بعد دوم فقط به شاهزاده. بقیه افرادی که میبینید اعتبارشون، بارها گفتیم، اعتبارشون تا نقطه پایان همون جمله است که دارن حرف میزنن، جمله بعدی اومد و زدن زیر شرف دیگه ای زدن. شما نمیتونی اینجوری سرمایه گذاری کنید اصلا، چون لایه های مغز رو نمیتونید با یه برنامه 200 تا برنامه 500 تا برنامه بشناسید، باید ارتباط داشته باشید، ارتباط تنگا تنگ داشته باشید. وقتی ندارید چجوری میخواید اعتبار بدید؟ پس اعتبار به کسی بدید که یک پشتوانه تاریخی داره، یک پشتوانه از خدمات شایسته پدر و پدر بزرگش به ایران و ایرانی داره و افکار و عقایدش کاملا معلومه. اما سعی نکنید ادا در بیارید، تقلید بکنید. شما اینو در نظر بگیرید، تمام این مجموعه ها از زمانهای همون بعد از سال 57 تا به امروز بزرگترین آسیب هایی که، یعنی در واقع تنها طیفی که بزرگترین آسیب ها رو دیده از نظر مالی و جانی، طیف پادشاهی خواب بوده، هست و خواهد بود، چون تنها سیستم و اندیشه و ایدئولوژی هست که به نفع ایران و به ضرر مافیاست. پس باید همیشه مورد آسیب قرار بگیره، مورد حمله قرار بگیره. این ایدئولوژی نباید رشد بکنه. پس هر پروژه‌ای که دارید شما میبینید این اتفاقات داره رخ میده، اولین علامت سوال بذارید جلوش، آیا به طیف پادشاهی و جایگاه شاهزاده لطمه میزند یا نمیزند؟ بعد بگردید دنبال پاسخ. اگر میگید نه، باید دلیل داشته باشید. اگر دلایلش رو دیدید که باید بگید آره، دیگه نمیرید حمایت کنید، دیگه نمیرید الکی بیافتید تو طلای جمهوری اسلامی و تلویزیون های دیگه و چهار تا پست دوزاری و چهار تا فیسبوک لایو پنشایی گیر کنید تو طله. نه مچه پاتم گیر کنه تو طله، گردنتون گیر کرده تو طله، حواستون نیست، داغی تالیتون نمیشه. اون بحثی که آقای قاسمی اعلام کرد، خانم میترا جشنی، ما به جایگاه این شخص در شبکه فرشگرد کاری نداریم، به تفکر و افکار شخصیش کار داریم که به موقع هم قشنگ بهش خواهیم پرداخت، به موقع قشنگ بهش میپردازیم. شما یکی از این تلویزیون های فکستنی که در طول همین یه هفته در روز تمام این افرادی که میبینید در طول یه هفته در روز دنبال رولازم و علی جوانمردی همزمان برای علی جوانمردی تله گذاشتن، اینو یادم رفت بگم،
همزمان با دستگیری روح لازم برای علی جوانمردی هم تله میزنن توی سلیمانیه که بگیرنش. حالا سلیمانیه از کرکوک اربیل هر جایی که هست بگیرنش. تو برنامه تلویزیون اسرائیل پاستیوی گفتم اینو که نقشه ها رو ببینید، بعد هر کدوم از اینها رو شما تنهایی برید توی تمام کانال هاشون ببینید تا حالا آیا حرفی از آرش صادقی زدن یا نزدن. آیا آرش صادقی ایرانی نیست؟ آیا آرش صادقی زندانی سیاسی نیست؟ آیا مادر و پدر سعید زینعلی، مادر سعید زینعلی، خود سعید زینعلی ایرانی نیستن واقعا؟ جوگیر میشیم یادمون میره که گاز اپوزیسیون داخلی، اپوزیسیون نما مثل حشمت الله طرزدی میاد به همه پادشاهی خان فحاشی میکنه سر قضیه زم، بعد میگه زم و رژیم تروریستی جمهوری اسلامی از داخل فرانسه رو بوده یا حالا از توی خاک عراق رو بوده و حشمت طبرزدی سکوت نخواهد کرد. بعد از بالای رژیم داره فوش میده، قصد سرنگونی و براندازی داره، روی لزم از تو عراق میبرن ولی آقا تو تهران تو سعادت آباد نشسته رو باش کاری ندارن چون خیلی گردنش کلفته، اینقدر گردنش اندازه 2 سانت کلفته، کاری باش ندارن اصلا، آزادانه هر چی میخواد بتازه بتازه. چرا؟ چون خودش مال رژیمه. کسانی که از روی لازم حمایت میکنن مال رژیم هم دارن پروژه رژیم و ماندگاری رژیم رو جمعین دازن. بابا بفهمید اینو دیگه، دارن جمعین دازن، میبینن راحت جا نمیره، دارن از ابزار دیگه، از تالیور و قاشق و ملاقه دارن استفاده میکنن جا بمیزن. آقا متوجه شید هیچی از ایران نخنده راست نمید، هیچی از ایران به جا نمونده. بفرمید. نه آخه چیز جناب کمالپور، طبق فتوای حجت الاسلام الله یار کنگلو، الان این کاری که من و شما داریم میکنیم ما مزدور جمهوری اسلامی، اشکال نداره بذار ما مزدور باشیم، تاریخ نشون میده، آینده نشون میده. یه مطلب بذار بگم، بذار دوستان، من تو ما یه اولتیماتوم دادیم به کنگلو، جناب کمالپور تصویر رفت یا ما یه اولتیماتوم دادیم به کنگرلو چند وقت پیش، گفتیم 10 روز به زمان میدیم که کار. اولا به شما بگم کنگرلو در ققنوس الان سمت در عمل سمتی نداره ولی خب در ظاهر هست، به زودی هم اعلام میشه که از اونجا سودش میکنن بیرون. ولی در داستان اینو من بگم چون تو اون برنامه اون دفعه قول دادم که صداشو پخش کنم، یعنی صداشو پخش کنیم، فقط یه جمله شو الان هم آماده نیست که پخش کنیم، فقط جملهشو میگم تا به وقتش. زمانی که ما رو داستان رأی‌گیری که برای حضور نیروهای تروریستی هشت شبی در داخل ایران انجام داد و هیچ پاسخی هم نداد، من و جناب کمالپور به قول معروف پشت پرده روی اسکایپ ایشونو به زور و بی زور و هر جوری بود گرفتیم و در این گفتگوها که هر چی ما بهش گفتیم اون بحث خودش رو میکرد، یه مش مزخرف تحویل ما داد، همش هست، همش مستنده. یه چیزی من اینجا توی فاصله بگم، کسی که کار سیاسی میکنه میدونه وقتی داره یک جریانی رو صحبت میکنه یا هر کاری میکنه اتوماتیک این صدا ضبط میشه، اتوماتیک ضبط میشه، اصلا دست من مهران کمالپور ایکس وای ایگرگ نیست، ولی ما هم از این صدا استفاده نخواهیم کرد آقای کنگرلو. ولی یه جمله‌ای رو، یه سوالی رو من از کنگرلو توی جلسه پرسیده شد یا من یا جناب کمالپور یادم نیست و به کنگرلو گفتیم آقا کی به شما دستور داد، چه جریانی به شما گفت یه همچین رأی‌گیری مزخرفی رو بذاری و دنبال چی بودید؟ ایشون در 3 بار باید بکنید و ما هم کردیم. حالا این دیکته شد سعید جان، صدات قطع شد. این سعید جان این یه تیکه‌ای که جواب داد قطع شد، دوباره تکرار کن. پس الان بذار تا
زمانی که این سوال رو ما ازش پرسیدیم توی جلسه که آقا روی چه حساب، روی چه اصلی شما اومدی یه همچین رأی‌گیری گذاشتی که به رسمیت بدی 40% به نیروی حضور نیروهای تروریستی اشو شبی در داخل ایران، روی چه حسابی کار کردی؟ ایشون سه بار وقتی در تنگنا قرار گرفت گفت به ما دیکته شد که این کار رو بکنید و ما این کار رو کردیم. حالا کی دیکته کرد به آقای کنگرلو؟ کدوم مافیا به دیکته کرد که شما بیاید کار بکنید و قرار شد پاسخش رو بیاید توی برنامه توی گفتگو رو در رو به ما به مردم بدی؟ که فکر میکنم مثل بنی صدر همون کاری که بنی صدر کرد شما هم انجام دادی. ولی یادتون باشه در آینده یکی از کسانی که مقابل خواسته واقعی مردم بیسته و مقابل شاهزاده رضا پهلوی بیسته همین شخص علایار کنگرلوه، شک نکنید. به زودی توسط شهرام شارلاتان، چون ایشون بد جوری رفته باقالیا، یعنی قشنگ بردنش برای خودش رو باقالیا دور بزنه. ولی برگردیم بیم روی این قسمت، شما یه سوال از من پرسیدی در مورد یه مطلبی گفتی، قرار شد من ادامهش رو بگم. دوستان زم 15 معصوم 14 معصوم و بیاید همینجوری به جلو، خواهر برادر مسیح علی نجات، یه مدت اون بود یه مدت زم بود ادامه داره، یه مدتی انجوچک شایسته و ناشایسته و این جک و جونو براست. تا دوشنبه خبر خوب بهتون بگم برای سرگرمیتون، برای اون کسایی که خیلی دوست دارن دنبال هیجان میگردن و برن تو باقالی‌ها بشنن خاک بازی کنن، تو کوچه ها گل کوچیک بازی کنن، از دوشنبه به بعد جمهوری اسلامی یک سناریوی ترتمیزی براتون چیده. 14 نفرن، هر کدوم یک هفته قشنگ سرکاری براش، هر کدوم یک هفته رو سرکاری راحت شیرین براش سرکاری که بشه گل کوچیک بازی کنی. روز دوشنبه‌ای که داره میاد دادگاه 14 معصوم است. کدوم 14 معصوم؟ همون 14 معصومی که قبلا در موردش صحبت کردیم. حالا هر روزی که مربوط بشه به یکی از این 14 معصوم، هر کدوم یک هفته ملت قشنگ فیکس راحت شیرین سر کاری بریم، حالشو ببرید، طوفان توتری را بندازید، خانم میترا جشنی بیاد حسین حسین کنه و بقیه جک و جونور هم در فضای مجازی هر جوری خود دوست دارن از این 14 معصوم براش دفاع کنن. ولی اینو بگم توی پرانتز، هر کثافتکاری رولای زم کرد، هر توهینی به ملت ایران رولای زم در آمد نیوز کرد، در پوفیوز نیوز کرد، در آخون نیوز کرد، هر حمله ای به شاهزاده رضا پهلوی کرد، هر سناریوی پشت پرده از هم ویدیو آمد نیوز چه پایانه دروغ نشون داد دیگه. وظیفه زم اصلا عملا داره میگه که من باید پهلوی رو کنترل کنم که فلان خودم بکنم، دیدید دیگه، شنیدید. توی تمام این کثافتکاری های روی لایزم این حرومزاده آشغال، بکنم صدای من قد شد نه صدای درست بله بله صدای درست بگو، این کثافت پیر تروریست چریک اقدس نقش مستقیم درش داره و تلویزیون شهرام شارلاتان شده پاتوق این یک و جنوره و این موجودات کثیف. البته ما اینو میگیم برای اون دوستانی که برن یه دفعه در لایو تلویزیون شهرام شارلاتان بکننش 150 نفر. ما اینجور ملتی هستیم، خوشمون میاد به دروغ، خوشمون میاد، دارید میبینید دیگه، یه برنامه مثلا گذاشته میشه افشاگری سنت فلان، بعد یه مزخرفی هم اونا میان میگن همه هو میکنن. نمیدونم واقعا تکلیف این ملت با خودشون هم روشن نیست، باور کنید روشن نیست. من یه مطلب بگم جناب قاسمی، دوستان این برنامه رو دوباره تو گروه اشتراک گذاری کنید، الان میخوایم یه سند براتون نشون بدیم از اقدس پشکویی. دوستان پیام داده بودن که سند میخواستن در رابطه با اون بحثی که در تلویزیون اسرائیل پاس تیوی ما مطرح کردیم، الان یکی از اسناد رو میخوایم نشون بدیم، اشتراک گذاری کنید که همه مطلع بشن بیان این سند رو ببینن، حالا بعدا هم میان میبینن. اما تا این کارو بکنید من یه مطلب بگم. آقای قاسمی عزیز، یه بحثی رو در طول این مدت بعد از اینکه سهر خدایاری خودسوزی کرد سر بازی استقلال و پرسپولیس استادیوم رفتن و اینا، یه بحثی رو افتاد در رابطه با تحریم استادیوم و تحریم نرفتن استادیوم و از اینجور چیزا، یادتون باشه. بعد خب استادیوم آزاد شد دیگه، الان خانم‌ها میتونن برن استادیوم. این افرادی که اومدن این کارا رو کردن، من یه خواهشی ازتون دارم، میشه زحمت بکشید
تحریم باز شدن دیسکو هم بکنید این کارو، بگیم تا دیسکو بار و این خونهایی برای روسبیگری و اینا باز نشده، مردم تحریم کنید، دیگه کسی نره کافی شاپ، دیگه کسی نره کتابخونه، دیگه کسی نره مدرسه، دیگه کسی نره سر کار، دیگه کسی نره دانشگاه. خب این تحریم‌ها رو هم انجام بدید، بعد جمهوری اسلامی مجبور میشه میاد دیسکوها رو را میندازه، نایت کلاب را میندازه، در بارا رو باز میکنه، بعد براتون خونه های روس بیگری میزنه. قشنگ الان حالا به اسم شرعی تو مشهد و قوم اینجا زیاد شده، اون موقع دیگه شرعی بدون استیقا و بدون هر چیزی راحت یک رفرمی رو براتون انجام بده. دیگه اون نقشه جمهوری اسلامی شمایی که اومدید میگید اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستی من اجرا کردی دیگه، یکی یکی از مواضع جمهوری اسلامی کاری کردی رفته عقب دیگه. آقای مدعی، آقای اینی که ما هایی میخواییم دهنمون بسته بشه، نگیم دوماتون به کجا گره خورده. خانما آقایون نذارید بیاییم حرف بزنیم، سر خط خودتون بر اساس منافع ملی کشور قدم بردارید. نگه بگید کاری میکنیم جمهوری اسلامی از نوازش عقب نشینی کنه، خانوما بیان توی استادیوم، خانوما حجاب آزاد بشه، اون همه بانوان حقوق دارن ولشون کردن رفتن چسبیدن به این چیزا، چرا مردم سرشون گرم بشه؟ از اون مسائل بزرگ کشور باید دور بشن، باید دور بشن. وظیفه این کار به عهده کیاست؟ بوده اپوزیسیون نماهایی که یک سری بادنجون دور قابچین ابله بیخرد فکر میکنن که اونها واقعا مبارزن. کسی که مبارزه نمیگه تحریم کن تا آزاد بشه خانمان برن استادیوم، میگه باید فوتبال رو تحریم کنی تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اصلا فوتبالیست نره تو استادیوم، تماشاگر و تماشاچی نره، چیه فوتبالیست اصلا بازی نکنه، ورزشکاری اصلا تو هیچ مسابقه شرکت نکنه، هیچ هنرمندی هیچ پروژه رو قبول نکنه، چه در سینما کلن در هفت هنری که هست، کل هنرهای تجسمی و نمایشی همش، وقتی میاد همه رو ول میکنید میندازید اون و میچسبید به گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی دوست داره و در نهایت این کارو میکنه، برید صحبت های منو 4 سال پیش گوش کنید که گفتم به موقعش جمهوری اسلامی هم حجاب آزاد میکنه، هم بار دوباره چیز میکنه را میندازه تو ایران، هم دوباره دیسکو را میندازه که مردم قشنگ سرشون رو گرم بکنه، و داره میشه، این اتفاق داره میافته. اما بریم سر داستان سند چیز خانوم اقدس پشت کوهی، و اینه چون در اون برنامه زمانم تنگ بود، یک بار دیگه اینجا با سند براتون نشون میدیم و توضیح میدیم که این خانوم ویکتوریا آزاد چه اسمی داره، کجا بوده کجا نبوده. دوستان نگاه کنید، اینو دیگه ما چاپ نکردیم. ببینید دوستان، این در رابطه با یک وبسایتیه، وبسایت یک بنیاد به اسم بنیاد آقای برومند. خب اون بالا نوشته ویکتوریا چیه؟ ویکتوریا دولت شاهی. خب ویکتوریا دولت شاهی من بزرگشم کردم. ببینید در نشریه سال 1364 261 نشریه مجاهدین این چاپ شده این خبر، و در خود نشریه پیکارم چاپ شده. من اینو براتون از روی خود این قضیه میخونم که ببینید این خانم اقدس پشت کویی یا خدمت شما عارضم که یا ویکتوریا دولتشاهی یا ویکتوریا آزاد، کدوم هاشو بگیم الان؟ ما بابا همون اقدس اصلیش، از اقدس شروع کن بیا اسامی جدید بعدش دیگه، خدا ازت نگذاری که این آدم سردرگم میکنیم. ببینید دوستان، من حالا این ویدیو رو دوباره تکرار میکنم، از اول ببینید. اقدس پشت کویی اسم واقعی این خانومه. خب
موقعی که وارد زندان دیزل آباد کرمانشاه میشه ببینید سن 20 سال بوده، این عکس اقدس پشتکوییه، عکس خودش، همین خانومی که میگن ویکتوریا آزادن. تاریخ اعدام 16 مرداد 60، من اشتباه گفتم 61، 16 مرداد 60. تاریخ بازداشتش اول تیر ماه 1360، خب یکم تیر ماه 1360 ایشون بازداشت میشه. حالا در این بنیاد آقای برومن چی نوشته برای اقدس؟ من براتون از روش میخونم. میگه که اطلاعات درباره خانم ویکتوریا دولتشاهی از دو فرم الکترونیکی به بنیاد برومن فرستاده شده است. نام او در لیست 430 شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر منتشر در سایت اینترنتی اندیشه پیکار زمینه شماره 461 نشریه مجاهد در 15 شهریور 1364 و نشریه پیکار شماره 118 23 شهریور 1360 نیز آمده است. حالا خانم دولتشاهی در شهر کرمانشاه در یک خانواده سرشناس کرد به دنیا آمد. طبق اطلاعات فرم دختری سرزنده بود که به تاریخ و ادبیات علاقه بسیار داشت. او دانش آموز سال چهارم دبیرستان پروین اعتصامی و هوادار سازمان پیکار بود. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال 1357 از اعضای مارکسیست لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. خط مشی چریکی و خط مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. نه ببخشید، نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را سوسیال امپریالیست و چین را منحرف از اصول مارکسیسم لنینیسم میدانست و با تمامی جناهای رژیم در جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن به بخش بزرگی از گروهای دیگر موسوم به دنبال به خط سه به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. ببینید سازمان مجاهدین یادتونه دیگه، با روح الله خمینی اومد روی کار. از سال 59 بعد از خروج بنی صدر از قدرت شروع کردن مخالفت کردن. یعنی چی؟ یعنی اون معاملات پشت پرده انجام شد که اینا بشن اپوزیسیون جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی قدرت بگیره، یک سری از بمب‌گذاری ها، یک سری از ترورها رو جمهوری اسلامی انجام بده، بندازه گردن سازمان مجاهدین و مجاهدین هم مسئولیتش رو قبول بکنن. اون موقع مورچان اگه تو خیابون میترکید سازمان مجاهدین میگه ما ترکوندیمش. حالا در سال 1360 سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان با موج سرکوب گروه های مخالف رژیم بود و دستگیری ها بازداشت. حالا به نوشته فرستنده فور خانوم دولتشاهی در کرمانشاه به دستور یک روحانی شیعه محلی که در فرم نامش ذکر نشده است، ببینید مهم ما را اصلا ذکر نمی کنند، در فرم نامش ذکر نشده است، توسط پاسداران شب یکم در تیر ماه سال 60 بازداشت شد. روز اول تیر ماه 1360 در زمان حبس در زندان دیزل آباد کرمانشاه او را شکنجه کرده بودند. حالا دادگاه، اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. باز اینم نیست. از اتهامات عنوان شده علیه خانم دولتشاهی هم اطلاعی در دست نیست. مدارک و شواهد بنا به گزارش نشریه پیکار، ماموران رژیم از خانم دولتشاهی هیچ مدرکی پیدا نکردند، هیچی در دسترس نیست، اما حکمش اعدامه و ایشون اعدام شده. خیلی جالبه نه؟ اما این حکمم در 16 مرداد همون سال 60
اجرا شده در همون زندان دیزل آباد کرمانشاه. ببینید دوستان، خانم اقدس پشکویی رو میگیرن میبرن زندان، وارد زندان که میشه بعد از 3 4 روز 5 روز تعاملا رو میکنه با بازجوها و قبول میکنه که باشون همکاری بکنه، میگه از این به بعد تو اسمتو بگو ویکتوریا دولتشاهی. ویکتوریا دولتشاهی یه دختر بدبخت دیگه ای بوده که با مشخصات اون اینو معرفی میکنن. ویکتوریا دولتشاهی اصلو حالا معلوم نیست جرمی داشته یا نداشته، میکشن، تیربارونش میکنن، میکننش تو قبر، جنازش هم تحویل خانواده نمیدن، پول فشنگارم از اونا میگیرن. اما اسناد و مدارک شناسایی ویکتوریا دولتشاهی رو میزنن به نام ویکتوری، به نام اقدس پشکویی. در واقع از روز 16 مرداد 1360 دیگه اقدس پشت کوهی وجود نداشته، شده بوده ویکتوریا دولتشاهی. و به قول خود ویکتوریا دولتشاهی یا اسم جعلی ویکتوریا آزاد، تا سال 1363-64 در ایران زندگی میکرده و بعد از اون هستش که این خانم از کشور خارج میشه و دیگه نیستش تو کشور. اون موقع خارج میشه، میاد میره سوئد و مشخصاتش رو تبدیل میکنه به ویکتوریا آزاد، یعنی اقدس پشتکویی طبق یک معامله، طبق یک برنامه ریزی مشخص میشه ویکتوریا دولتشاهی. از سال 60 16 مرداد 60 تا سال 63-64 تحت آموزش قرار میگیره در سیستم اطلاعات سپاه، بعد با مشخصات ویکتوریا دولتشاهی از کشور خارج میشه، در کشور سوئد با مشخصات ویکتوریا آزاد درخواست پناهندگی میکنه. 3 تاریخ تولد متفاوت وجود داره اینجا. ویکتوریا دولتشاهی تاریخ تولدش معلومه، اقدس پشکویی معلومه، ویکتوریا آزاد اون چیزی که خودش شناسنامه سال 80ش رو آورده نشون داده چیز دیگری است، یعنی 3 تا تاریخ تولد. حالا این خانم میتونه مهره کوچیکی باشه؟ نه، این خانم هر کسی که میاد بیرون رو ور میداره، یه بخشی از وظیفش اینه که بولدش بکنه، مدیریتش بکنه، تراخشکش بکنه، اگر تونست از یه کانالی بچسبوندش به شاهزاده رضا پهلوی. مثل کی؟ مثل علی جوانمردی، مثل حشمت طرفزدی. اینا رو کی بود تو جلسه 3 ساعت و نیمه با حسین برو با یه سری آدمای دیگه مثل اون حیدریه که قبلا دیپلمات جمهوری اسلامی بوده، با حشمت طبرزدی، خود جوانمردی، کی بردش برد؟ اقدس پشتکویی، چی ببخشید، ویکتوریا دولتشاهی، نه ویکتوریا آزاد. ای خدا ازت نگذره آدم سردرگم بکنی. خب این شخص کاملا آموزش دیده است. شما ببینید برنامه پریشم، ورودش به صحنه تلویزیون برای دفاع کردن از خودش در قبال جمله امیر فرشاد ابراهیمی، همکار دیگه خودش، همکاسه‌ای و همخرجی خودش، چطوری اومد تو برنامه و چه گاردی گرفت و دقیقا همون کارایی رو کرد که همین انچوچک ها میبینید توی فیسبوک دارن میکنن، بلا فاصله میان تنش ایجاد میکنن، یک سری عراجیفی رو میبافن. یارو جلو چش خودش داشت به زور دروغ میکرد تو حلق امیر فرشاد ابراهیمی، میگفت این متن تو نوشتی، میگفت خانم اینو من ننوشتم، اصلا مال من نیست این متن، بابا برید تو صفحات ما ببینید همچین چیزی وجود نداره، داره دروغ میگه. به زور داشت میکرد تو حلق امیر فرشاد ابراهیمی، کاری که حزب توده در زمان شاهنشاه آریامل کرد، کاری که سازمان مجاهدین در اون زمان با حکومت شاهنشاهی با خاندان ایرانساز پهلوی کرد. بعد اینهایی که باجگیرن میان به دیگران، به ماها انگ میزنن، میگن ماها باجگیریم، میان میگن ما چماق به دستیم، ماها سایبری رو نمیدونیم، نمیدونم نظام جمهوری کثیف آخوندی هستیم. خب اگر ماها باجگیریم، چماق به دستیم، پس شما کی هستید دیگه؟ شما دیگه چه جونه برای هستید؟
بعد میخواید مردم با تو خوب برخورد کنن؟ میخواید مردم در فردای بعد از آزادی براتون اسفند دود کنن و فرش قرمز پهن کنن و براتون خانوادتون رو به جای گوسفند جلوی پاتون قربونی کنن؟ شما کی هستین؟ از کجا آمدی؟ از کجا دارید درس میگیرید؟ البته اینا رو که ما گفتیم همه میدونن، فهمیدن، میفهمن. مردم ایران دیگه مردم سال 57 نیستن، قابل توجه کلیه مافیای ضد ایرانی، کلیه طیفای سیاسی ضد ایرانی الان سال 57 نیست. بفهمید، اگر خودتون رو بزنید به نفهمی مطمئن باشید همون جوری که سال 57 به زور جمهوری اسلامی رو کردی تو حلق مردم، به زور مردم کاری میکنن شما بفهمید، میکنن تو حلقتون. بفهمید جان قاسمی. جواب کمالپور، نمیدونم صدای من الان داری یا قطع وصل میاد برات. نه صدات هست، عالیه. خب یه زحمت بکش توی تلگرام دوستان یه عکسی رو الان برات فرستادم، اینم میدونم سخته ولی اینم بیارش روی صفحه لطفا. اگر فرستاده باشن تو تلگرام من انجام میدم، شما بفرمایید شروع کنید تا من ببینم. باشه فرستادم. خب ببینید دوستان، خیلی جالب شد الان جناب کمالپور کاملا توضیح داد. حالا ما این عکس هم این الان این عکس هم میذاریم روی صفحه. عکس یکی از عکس ها عکسیه که خود خانم اقدس چند سال پیش روی صفحه فیسبوکش گذاشت، یه مطلبی هم بالاش نوشت، حالا اون مطلب شما درآوردیم، عکسش رو الان میذاریم براتون. پس اون عکسی که الان شما دیدید روی اون سایت به اسم ویکتوریا دولتشاهی، ویکتوریا دولتشاهی کسی دیگه بود، اعدام شد، کشته شد توسط جمهوری انگل نشان آخوندی و این خانم اقدس جایگزین این شخص شد و با خیال راحت هم از ایران خارج شد تا سال 80-81-82 که دوباره برگشت به ایران و اون شناسنامه کذاییشو گرفت که قبلا در موردش صحبت کردیم. و خیلی جالبتر اینجاست، هر موقع اون عکس گذاشتی جان کامپوری خبر رو میده، خیلی جالبتر اینجاست که اینها هم اقدس پشکویی، هم شکوه میرزادگی تروریست سابق، هم اسماعیل نوریالا و خیلی های دیگه دقیقا 15 سال پیش اومدن به صورت جدی دارن مبارزه، مثلا مبارزه میکنن که البته در حقیقت مبارزه با خواسته مردم ایران میکنن و همشون هم یه جورایی وصل شدن که ارتباطی داشته باشن، بتونن ارتباطی از طریق اون دستهای پشت پرده داشته باشن، هر موقعی که میخوان استفاده ببرن یا استفاده ابزاری کنن از یا وقت قرار با شاهزاده میگیرن یا گفتگو میذارن یا خیلی راحت ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنن. اینا اون همون دستای مافیایی که گفتیم پادشاه ایران در بنده و اون بند رو رو تصویره عکس رو تصویره. آره، این بند رو اون مافیاها درست کردن که اون مافیاها منافعشون در حفظ جمهوری انگل نشان آخوندیه. خب دوستان این عکس رو نگاه کنید، اون عکس کناری که میبینید عکسی بود که الان روی سایت جناب کمالپور نشون داد. البته این خبر و این عکس در دو سایت همون سال 1360 منتشر میشه، یکی سایت پیکار که این خانم دولتشاهی یعنی اقدس در اون عضویت داشته و هم سایت مجاهدین خلق و به اسم شهدای این دوتا جریان این خانم یا این عکس ازش داره سوء استفاده میشه در طول این 40 سالی که اومدیم جلو. شما نگاه کنید، این که روسری سرشه اقدس سال 1361، این که بدون حجابه اقدس سال 1360 در زندان، یعنی این خانم این عکس عکس خود اقدس ها که روی اسم اون خانم ویکتوریا دولتشاهی گذاشته شده. تنها فرقی شما در این عکس ها میبینید اینه که اقدس بعد از اینکه مثلا اعدام میشه میاد در یکی از روستاهای کرمانشاه، فقط تنها فرقی که میکنه ابروشو باریک میکنه، ابروشو برمیداره و الا هیچ تغییر دیگه ای در شما در این عکس ها نمیبینید. حالا چرا اینجا یه فرقی هم که داره تو اون عکسی که روسری سرشه اینجا دیگه استخون ترکونده؟ چیه؟ تو اون عکسی که روسری سرشه استخون ترکونده؟ حالا استخون ترکوندم، حالا دیگه مهران جان دیگه، حالا اونا رو دیگه اینا از پایین بالا از بالا سلام علیکم پایین رفت آمد زیاد داشتن. من هیچ چیزی نگفتم، من مسئولیت اینا رو قبول نمیکنم. خب دوستان برید الان برید سوال کنید، برید بپرسید،
برید از این جکوجنورایی که دم تکون میدن برای اقدس و برای شهرام شارلاتان همسر اینو برید سوال کنید بگید چه جوری میشه یه آدمی سال 60 قبل از 60 میاد حملات تروریستی و چریک بازی در میاره، یه سری هموطنان ما رو میکشن و این اتفاقو برای کشور ما رقم میزنن، بعد این شخص میمیره اعدامش میکنن و بعد میاد میره در خارج از کشور میاد میشه اپوزیسیون، بعد ارتباط پیدا میکنه با دفتر شاهزاده که یکی مهره اونجا هست که یه روزی نمیدونم کی هست که ترتیب این شخص هم داده خواهد شد برای ملت، پروندهش باز میشه، امیدوارم زنده بمونه تا اون روز این چیزا رو بشنوه. حالا توی هر جریانی که شما شکل میری، توی هر گروه و تشکیلاتی در خارج از کشور میری، مثلا به اسم اپوزیسیونی، انتر اونجاست، اقدس اونجاست، چه خودش حضور فیزیکی داره چه جکوجنورایی که حقوق بهشون میده اونجا حضور دارن. از داستان شورای ملی بگیرید، این اونجا بود، اتحاد برای زنان ایران اونجا بود، کنگره ملیت‌های ایران اونجا بود، انجمن دموکراسی خواهان ملل ایران اونجا بود، اتحاد جمهوری خواهان فدرال اونجا بود، ایران خواران اونجا بود، شورای مدیریت گراز هم که رفیقاش اونجا بودن، در آمد نیوز هم که بوده. خب برای تو سوال پیش نمیاد چقدر ما باید بی خودی سرگرم بشیم به چرخیم؟ و حالا جالبتر این انچوچکی هم که الان به اسم دختر شایسته و ناشایسته و این چیزا زده بیرون، این هم از تیم اقدس داره میاد بیرون، این هم جزء تیم اقدسه. حالا اگر فردا روز این همچین انچوچکی شاخ شد و اومد در یک جایگاهی برای خودش درست کردید، شماها لطف کردید بهش و شد امید نادان، یا شد معصوم علی نژاد دوم، کدوم شما پاسخ گویید؟ همین شماهایی که طوفان توییتری را میندازید، هشتک میزنید، خشتک میزنید، خودتون رو ژر میدید، خوابتون نبرده. چرا ما نباید این آتا آشغالا رو یک بار برای همیشه کلن بیام که تصویر رو بردارم کلن بریزیمشون سطل آشغال؟ مگه شاهزاده رضا پهلوی بارها نگفتن در همین گفته باشه؟ گفتن آقا اگر ملت ایران میخوان راحت بشن باید از نسل 57 عبور کنن. چرا ما باید مدام فریب شهرام شارلاتان، علیرضا قریزاده، اسماعیل سربخلا، اقدس پشتگویی و این جکو جنورا رو بخوریم؟ چرا؟ اصلا کجای تاریخ ما این تعهد رو دادیم؟ کجا ما این امضا رو دادیم؟ کجا ما به این جکو جنورا مشروعیت دادیم که آقا شما بیاید برید جمهوری اسلامی رو برد؟ شما که جمهوری اسلامی رو زاییدید، کی ما میخواییم این IQ این مغز رو کی میخواییم به کار بندازیم؟ شما برید از همین خانم اقدس، از همه بقیه جکو جنوراشون سوال کنید، بگید خانم خبر داری دریای کاسپیان رفت؟ برید سوال کنید، بگید خانم خبر داری خلیج فارس رو دادن رفت؟ برید سوال کنید، بگید خانم خبر داری قدرت ایران، قدرت نفوذ ایران در منطقه مخصوصا در خلیج فارس واگذار شد به انگلستان؟ برید بگید خانم خبر داری توی طویله شورای اسلامی دارن برای استانهای شمالی زبان رسمی روسی برنامه ریزی میکنن؟ اصلا براتون مهم هست؟ نه نیست. میدونید چرا؟ چون اینا همشون اندیشهشون تجزیه ایرانه. مگه همین اقدس نمیگه من دنبال حکومت فدرالم برای ایران؟ مگه تبرزدی از توی زندان هتل اوین مگه ویدیو نفرستاد که یک آرزو دارم که ایران فدرال بشه و برای این آرزوم هم تلاش میکنم؟ مگه حسن شریعت مداری همینو نمیگه؟ مگه نوری علا همینو نمیگه؟ مگه شهرام شارلاتان بیناموس مگه نیمت گفت فدرالیسم بهترین چیزه برای آینده ایران؟ مگه سید محمد خاتمی اولاغ مگه نیمت همین حرفو زد؟ مگه عبدالله معتدی همینو نمیگه؟ مگه مصطفی هجری همینو نمیگه؟ مگه حسین بر همینو نمیگه؟ خب آقای الله یار کنگردو، تو رو چه حسابی میگه هر کی بیاد به اینا انتقاد کنه موضوع جمهوری اسلامی؟ تو با رفیقت شهرام همایون رو چه حسابی میاد میگید این گروه هایی که در فضای مجازی اپوزیسیون هستن که میگن فقط بگید جاویدا اینها باعث سردرد و باعث ایجاد نفاق در بین اپوزیسیون هستن،
کدوم اتحاد؟ با کی؟ با شما؟ با شما آقای کنگلو که روز اولی که من با تلفنی صحبت کردم این همین جمله رو برگشتی گفتی، گفتی آقا اگر قراره کسی در ایران کاری انجام بشه، حرکتی انجام بشه که تمامیت ارضی ایران هم حفظ بشه، باید از 57 عبور کنید. مگه نگفتی؟ مگه نگفتی خودم هم یکی از این 57 هستم ولی سعی میکنم جبران کنم؟ اینجوری جبران میکنی؟ مگر این 5-6 سالی که فضای مجازی اومده، 7-8 سالی که فضای مجازی اومده، مگه قبل از این در 30 و چند سال پیش شما اتحاد کرده بودی که فضای مجازی اومد و چند تا جوان مثل من و مهران کمالپور اومدیم اتحاد شما رو برهم زدیم؟ آره درست میگی، چون ما بازیاتون رو به هم زدیم و دردتون میاد، چون شما 32-33 سال پیش قبل از فضای مجازی هر غلطی دلتون میخواست میکردید، هیچی هم بهتون نمیتونست حرف بزنه چون رسانه ها در اختیارتون بود. ولی الان بازی عوض شده، اینجوری نیست. مردم داخل ایران به لطف فضای مجازی بود که در 140 شهر اومدن بیرون و گفتن جاوید چا، که حالا یه انچوشکی مثل فخرآور بیاد بگه من رو انداختم، چهار تا اولاغ در رسانه ها بیان بگن دیما رو رولا زم رو انداخت، خاک بر سرتون. چرا آقای فخرآور تو که ادعا میکنی من و روح الله زم دیما رو راه انداختیم از سوم دی شروع کردیم، چرا در این 140 شهر هیچکی نگفت عباس شاه روحت شاد؟ چرا هیچکی نگفت عباس شاه درود بر تو؟ چرا هیچکی نگفت عباس جفرسون تو خیلی سالاری؟ چرا هیچکی نگفت روح الله زم فلانی؟ چرا همه گفتن جاوید شاه؟ چرا همه گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره؟ چرا همه گفتن ولی عهد ایران برگرد به خانه؟ چرا هیچکی از مگه شما را ننداختید؟ مگه ادعا نمی کنید؟ چی فکر میکنید؟ با مثلا مردم رو چی فکر میکنید؟ میدونید مردم مثلا چی هست؟ اون وقت یک کثافتی مثل شهرام شارلاتان هر الاغی رو میاره توی تلویزیونش میگه آقا این گروه هایی که میگن در فضای اپوزیسیون میگن بگید فقط جاویدچا اتحاد کنید با جاویدچا، اینها سردرد میارن و اینها از یه جایی دستور میگیرن، اینا مأمورن برای ایجاد نفاق. درست میگی آقای همایون، ما مأمور ایرانیم، کشور ایرانیم، برای ترکوندن مافیای کثیفی که 40 سال در این اپوزیسیون خوابیده و همه رو سر کار گذاشته، چه داخل چه خارج فرق نمیکنه. جناب اسمعی اجازه بدید توی برنامه رو تمومش بکنیم. من فقط اینو بگم که دوستان فکر نکنید اینها از علایار کنگلو، شهرام همایون، سید حسن شریعت مداری، اسماعیل نوری علا و و و و, و تمام اینها توی تلویزیون شهرام همایون میان، تو تلویزیون نوری زاده هستن. فکر نکنید اینها الان اومدن با طیف پادشاهی یا شاهزاده. میبینید که خودشون همش دائما دارن به ما حمله میکنن، به پادشاهی خان حمله میکنن، عمدن میگن سلطنت طلب چکم پوچ. این واژه ها رو روشون دقت کنید، عمدن میگن سلطنت طلب چکم پوچ. و به زودی خواهید دید، حالا این به زودی میگن فکر نکنید مثلا پس فردا یا دو ساعت دیگه یا پس فردا، به زودی خواهید دید تا برج 4 و 5 2020 برج آپریل یا می خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد، چه جوری حمله میکنن، شمشیر میکشن. حدودم دو سه ماه پیش شهرام همایون یه جا دستش در رفت، دوباره شروع کرد داد زدن، شاهزاده دیر شده فلان و اینا رو شروع کرد گفتن. آی کنگلو شما میخواید بعد از اینکه همه کشته شدن بیایید تو ایران پس دو سال فلان بذارید ما حکومت بکنیم، بعد از دو سال ما میریم کشته میشیم، ما میریم شهید میدیم، همه کارا رو میکنیم، بعدا شما بیایید مدیریت کنید. خب اما به زودی شاهدش خواهید بود که چطوری تخریب ها شروع میشه، تخریب های مستقیم با ایجاد یک سری اتفاقات در داخل ایران. یک سری جوان ها بذارید بیان تو خیابون ها، بعد ببینید اینها دقیقا چهره واقعیشون از پشت ماسکا میاد بیرون. اون موقع خواهید دید که اینها به تک تک شما رحم نخواهند کرد. از همین دختر ناشایست خون بالا خون شده توی فیلیپین گرفته تا همین علی جوانمردی که امروز میبینید دو سه ماه داره به طیف پادشاهی و شاهزاده حمله میکنه، تا بقیه این اراذل و باش با دندون خرخره یکی یکی ما پادشاهی خان رو جهر میدن میذارن کنار.
اینا قسم خورده هستن برای دشمنی با ایران و طیف پادشاهی. اینی که جناب قاسمی میگه که چرا امثال اقدس پشکوی و اینا نمیان در رابطه با مثلا لاهوتی اومده گفته زبان روسی باید در اشکالی نداره در استان گیلان آموزش داده بشه حرف نمیزنن، اصلا برای چی باید حرف بزنن؟ اینا خب نقشه ها رو دارن با همدیگه میرن جلو، همسوان افکار اندیشه ایدئولوژی یکیه، چرا باید حرف بزنن؟ قطعا به اونا نمیان بگم مزدور، به اونا نمیگم خائن، به اونا نمیگم میان فروش، قطعا به ماهایی که میان جلوشون وامیسی میگم میان فروش و بایدم بگن، چون از نظر اونها ما مزدوریم، چون نمیذاریم کارشون انجام بدن، چون نمیذاریم به ایران آسیب بزنن، چون میان دستشون رو میکنیم، معادله ها رو همه رو به هم میریزیم. طبیعیه. اینو پس منتظرش باشید. اونایی هم که کماکان دوست دارن برن از اینا حمایت کنن، وقت رو تلف نکنن، برن حمایت کنن به یک دلیل کاملا آشکار. چون تمام این اتفاقات داره در تاریخ ثبت میشه، همه ثبت خواهد شد. ماها میاییم حرف میزنیم که کسی مثل اسلام مسلمان ها نتونه تغییر کنه، نتونه ریا بکنه، بگی من که نمیدونستم، چون نمیدونستم پس حرجی بر من وارد نیست. نه، ما میاییم میگیم که دیگه نتونید از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنید. خب برید پست بذارید، برید مردم رو سرگرم کنید، بگید من حالا حمایت میکنم از دختر نمیدونم دزد ناشایست نمیدونم هر چی هست، هر کی هم دوست داره از این دختر ناشایست گرفته، از حامیاش گرفته، از اقدس پشکویی گرفته. خیلی سعید جان خیلی دوست دارم این اقدس پشکویی از ما شکایت بکنه، برو تو رو خدا شکایت کن از ما، ازت خواهش میکنم برو از ما شکایت کن، شکایت کن. من میخوام با مدارک بیام تو دادگاه، میخوام بیام تو اداره مهاجرت سوئد، که البته خودم هم خواهم اومد، این کار خواهم کرد، ارسال خواهم کرد تمام مدارک تو برای اداره مهاجرت، یک به یک فایل بندی میکنم کامل، دسته بندی با ویدیوهای خودت، با شناسنامه‌ای که خودت نشون دادی، همه رو میفرستم برای اداره مهاجرت، برای جایی که باید بفرستم میفرستم. میدونی چرا میفرستم؟ چون در ضرر منافع کشور ما ایران داری حرف میزنی و حرکت میکنی. میفرستم برای اداره مهاجرت سوئد، اداره مهاجرت برات تصمیم بگیره، بگی خب حالا اشکال نداره به ما دروغ گفتی، اشکال نداره بازم زندگی کن، دیگه به من ربطی نداره، دیگه ربطی نداره، میتونی زندگی کنی، برو ادامه بده زندگی تو بکن، ولی حداقل یه جا مردم بفهمن سعید جان که بابا اینایی که دروغ میگن داستانشون چیه. تو میخواستی اسمتو طبق قانون عوض کنی، خب اشکالی نداره عوض میکردی، کسی اصلا ایرادی نمیگیره ازش، عوض میکردی، ولی چرا سنتو عوض کردی؟ چرا سنتو کم کردی؟ اینا رو برو به اداره مهاجرت توضیح بده، هیچ اشکالی هم نداره، زیادم برات سخت نمیگیرن، ولی در نهایت حکمت که میاد عوض میشه، اون معلوم میشه دیگه، اون معلوم میشه. بسیارم عالی جناب قاسمی، صحبتی دارید بفرمایید. من بگم دوستان، یکی از علتهایی هم که این جنجال رو شما دارید میبینید، گفتم رد کردن یا پرت کردن حواس مردم از آبان ماه. آبان ماه خیلی ماه خوبیه، خیلی ماهیه که میشه خیلی کارا رو در داخل ایران و در خارج ایران انجام داد. چهارم آبان تولد شاهنشاه آریامهر صدگانه، در کشورهای مختلف این جشن گرفته میشه، ولی شما تبلیغاتی نمیبینی ازش توی هیچ کدوم این رسانه ها، تبلیغات جشن صدگان انجام نمیشه. یکی از اهداف اینه که این جشن به حاشیه بره. چرا؟ چون اگر این جشن گرفته بشه، همه برای پادشاه جشن بگیرن، فریاد جاوید شاه در خارج از کشور سر زده بشه و بیاد بالا مثل داخل ایران، خب اینا بدجوری دردشون میاد. اینا اومدن گفتن مرگ بر شاه که ایران نابود بشه، حالا اجازه بدن این عده بیان در خارج از کشور و دوباره بگن جاوید شاه و چهارم آبان رو زنده نگرش دارن، بنابراین دردشون میاد. یکی از اهدافشون این بود که چهارم آبان رو به حاشیه برونن. جشنایی که داره در کشورهای مختلف انجام میشه، فکر میکنم در واشنگتن، در لس آنجلس، در لندن، در ژنو سوئیس داره برگزار میشه، در قاهره داره برگزار میشه و در چند شهر دیگه اروپایی داره این جشن انجام میشه. ضمن اینکه در داخل ایران هم
بچه های مبارز همه دارن این جشن رو برگزار میکنن. در ویدیوش در آینده نزدیک خواهید دید که پخش میشه. این یکیش بود. دو، هفته آبانه که امسال هفته آبان میتونه با تلاش شما امسال این 14 معصوم ها بهتون اجازه بدن فرصت کنید و روی این مسئله هم کار کنید، هفته آبان هم میتونه با سالگرد امسال یک شکوه و یک عظمت خاص خودش رو داشته باشه. جمهوری اسلامی از هر طرف که فکر کنید در ضعف، بنابراین اگر بشه این موج رو انداخت برای 14 برای هفته آبان در پاسارگاد، مشت محکمی بر دهان اینا کوبیده خواهد شد. ضمن اینکه این پاسارگاد امسال با پاسارگادهای هر سال فرق کنه، چون پاسارگادهای امسال، پاسارگادی که امسال مردم برن شعارهایی که خواهند داد، شعاریه که همه این بازی‌ها به هم خواهد خورد، از جمله جاوید شاه. و نهم آبان هم که تولد شاهزاده رضا پهلویه. بنابراین اینا سعی میکنن این هم کمرنگ نشون بدن، رسانه‌ها که در اختیارشون اجازه نمیدن، فضای مجازی هم که شما میخواید تبلیغات کنی یا دیگران رو خبر کنی، هر روز یه انچوشکی رو برات علم میکنن و این هم یکی از مسائلشه. بنابراین حالا اون دوستانی که میتونن توی هر کدوم این مراسم برن حتما برن، بچه‌هایی که داخل ایران دارن صدای ما رو میشنون حتما جشن بگیرید، یه شم، یه کیک، عکس شاهنشاه و پیامی که میخواید بدید، ویدیو نه از خودتون نگیرید ولی از مراسمتون بگیرید و ویدیوهاشو پخش کنید رو شعار جاوید شاه تا اونجایی که میتونید کلید کنید. شعار یعنی این رمز پیروزی ملت ایران. باور کنید حفظ تمامیت ارضی ایران در گروه فریاد سراسری جاوید شاه. اگر این شعار دوباره سراسری بشه در داخل ایران، این مافیا که هیچی، اقدس و همسال اینا هم که هیچی، دنیا هم مقابل مردم بیسته، مردم ایران بیسته، دیگه نمیتونه کاری که باید انجام بده رو انجام بده. جمهوری اسلامی که عددی نیست. برای همین هم هست که اینها این همه تلاش میکنن که این شعار رو به حاشیه بزنن. هر حرکتی در جهان، هر حرکتی که تهش منجر به انقلاب شده، منجر به دگرگونی شده، یک شعار واحد داشته. سال 57، قبل از 57، همه این جک و جونورا با مرگ بر شاه اومدن و پادزهر این مرگ بر شاه همون جاوید شاه. وقتی جاوید شاه بگی یعنی اسماعیل نوری علا، خفه شو. وقتی جاوید شاه بگی یعنی شهرام شالاتان، خفه شو. وقتی جاوید شاه میگی یعنی اقدس، خفه شو. وقتی جاوید شاه میگی یعنی انگلستان، خفه شو. وقتی جاوید شاه میگی یعنی روسیه، برو گم شو. وقتی جاوید شاه میگی یعنی خلیج فارس مال ایرانه. وقتی جاوید شاه میگی ایرانی رو هیچ کجای دنیا دیپورت نمیکنن. این فرق داستانه. سپاسگزارم از جام کمالپور، همه دوستان برش بگم، سپاس از خودت برای دوستان بفرستید این برنامه رو. دوستان خیلی مهمه این کانالای رستاخیز سیمرغ هم لطفا فالو کنید، یه تکون بخورید. ضمن اینکه من چون چند تا از ادمینای محترم الان توی فیسبوک دارم برنامه رو می‌بینن، دوستان ادمین عزیز یا چک کنید یه کسی رو بذارید که ویدیوهای امثال شهرام شارلاتان و این یک جونوره وقتی میاد توی گروه اینا بسته بشه و اینا رو بندازید بیرون. اینا به حد کافی رسانه دارن، به حد کافی بلندگو دارن، به حد کافی این مافیا در اختیارشون گذاشته. این فضای مجازی که الان دست من و شماست، اینو باید پاکسازیش کنیم. کسایی که ادمین گروه ها هستید، اگر خودتون نمیرسید این کارو بکنید، یکی از بچه‌ها رو یا خودتون یا یکی یه نفر رو بذارید مأمور این کار. ویدیوهای امثال شهرام شارلاتان، علی ناجوانمردی و همین جک و جونورایی که دارید میبینید، اینا رو اجازه بهشون ندید پخش بشه. میدونید چرا؟ چون اونها اجازه به امثال ماها نمیدن که بریم تو رسانه هاشون. بنابراین در گروه ها رو صفر بگیرید، همه این جک و جون، هر کسی هم ویدیوهاشون رو فرستاد بلاک کنید بلا استثناء، چون اینا نزدیک 780 تا صفحه جعلی دارن. اینو بلاک کنید میرن با اون یکی میاد، ولی وقتی همه رو بلاک کنید مجبور میشن آخرش کوتاه بیان. بذارید همون رسانه های پاکستانی لس آنجلس دستشون بمونه و فضای مجازی پاک باشه، فضای مجازی یه فضایی باشه برای امید بخشیدن به ملت ایران. این خیلی مهمه دوستان، توی دوستان ادمین توی گروه ها حتما این کارو بکنید. هر کدوم این ویدیو رو هر کسی فرستاد بلا استثناء بلاکش کنید، اصلا اختار و هشدار هم ندید، بلاک خدافظ، چون شما تعهدی نداری. اگر به یک کسی اجازه دادن برن توی تلویزیونشون و این صحبت ها رو بکنن و شعار جاوید شاه رو بگن، بله میگیم دموکراسیه، اونا میذارن ما هم میذاریم.
ولی وقتی این امکان برای شما نیست، وقتی این امکان برای ما نیست، بنابراین این چیزی رو که داریم سعی کنیم پاکیزه نگهش داریم. این خیلی مهمه. خب من سپاسگزارم وقتتون جناب کمالپور. دوستان عزیز اگر امری نیست من از حضورتون مرخص میشم، شما موزیک پایانی رو بزنید. قربان سعید جان، بدرود، خسته نباشید. پاینده ایران جاوید شاه، خدا نگهدار. خب دوستان، من هم به سهم خودم از اینکه حدوداً که نه دقیقاً 2 ساعت و 15 دقیقه با ما همراه بودید در این برنامه سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که همیشه برقرار باشید. پاینده ایران و ایرانی بر فراز با پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه کلام من است. تا برنامه دیگر، بدرود. ای همتن، ای همتن، ای همتن، ای همتن، خاک ایران پر از دشمن است، گرفتار چنگال اهریمن است، نه هنگام آرام و آسایش است، که روز درنگ است و آرامش است. نباید که خفت و نباید نشست، که باید زه دشمن دون ببست، دریغ از که ایران ویران شدست، از این قمه مرد خاران شدست، کنون گرس و بینیس و این آب و خاک، کنی سینه از در تو هم چاک چاک، کنون گرس و بینیم این آب و خاک، کنی سینه از در تو هم چاک چاک. ای همسر، ای همسر، کنون جای تا اون و مرگ و بلاست، که جولان گه تیز چنگ اشته هاست، اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد با مرتن به هست زندگیست. کوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم، چو ایران نباشد سر من مباد، به جیبون و برزنده یکشن مباد، همه سر و سرسن کوشن دهیم، از آن به که کشور به توشن دهیم، همه سر و سرسن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.